به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند در هر کجا که هستین، وقتتون بخیر باشه. تواتع عباداتتون انشالله مقبول درگاه حضرت حق انشالله قرار گرفته باشه و ما رو در دعاهای خیر خودتون فراموش نکنید. با فوتبال یک در خدمت شما هستیم. از شبکه ورزش قراره که مفصل صحبت کنیم در مورد تمام اتفاقاتی که در حالا فوتبال یک به نوعی رقم خورده و اگرم برسیم حتما در مورد دیگه دو هم صحبت خواهیم کرد. جدا که در ابتدا تبریک عرض کنم ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت رو خدمت همه شما مسلمین جهان در هر کجا که هستید و شبکه ورزش رو و به خصوص فوتبال لیگ رو برای دیدن انتخاب کردید. همونطور که عرض کردم مفصل صحبت می‌کنیم در مورد تمام اتفاقاتی که افتاده. دیروز هم عجب بازیایی برگزار شد. هفته 28 تیمایی که شاید خیلی امید داشتن به برد ولی نبردن و تیمایی که شاید انتظار نداشتن که حالا نتیجه خوبی رو بگیرن، نتیجه خوبی گرفتن و خیلی اتفاقات دیگه افتاد و شمس‌آذر برای چهارمین بار باخت در این سری از مسابقات لیگ آزادگان و شاید حالا یه ذره کارش هم سخت بشه. اما خب شمس‌آذر همین عزیزا میدونن و کارشناسان میگن اگه 3 امتیاز دیگه بگیره دیگه 100% مسجل میشه صعودش به لیگ برتر فوتبال ایران در فصل آینده. ولی خب شرایط در لیگ برتر دیگه لیگ آزادگان نیست، باید همه چیز فرق کنه و یک تیم بسیار خوب رو ببنده. حالا هر تیمی که به لیگ برتر فوتبال کشور اون برای فصل آینده راه پیدا میکنه، خیلی حالا در پایین جدول هم حالا میشه گفت تیمای دوم سوم جدول اینطوری بگیم، برای به عنوان تیم دوم برای صعود کارشون خیلی سخت شد. حالا استقلال خوزستان یه فاصله خیلی خوبی گرفت، حالا برسیم در مورد جدول هم با هم صحبت خواهیم کرد. تیمایی هم که در قرار جدول بودن نتونستن آنچنان که باید و شاید نتیجه بگیرن و کارشون قطعا در هفته‌های پایینی خیلی سخت میشه و باید دیگه هر بازی دیگه از این بازی هفته 29 به بعد حکم مرگ و زندگی داره برای این تیمی که میخواد صعود کنه به لیگ برتر و تیمی که میخواد سقوط نکنه به لیگ دست دو، بعد تلاشش رو بیشتر کنه برای اینکه حداقل در لیگ آزادگان برای فصل آینده باز بتونه حضور داشته باشه و توپ بزنه. اما بریم سراغ دوستانمون در اصفهان. علیزاده دهخانی عزیز رفته اصفهان، یک گزارش بسیار خوب گرفته از آکادمی باشگاه سپاهان. سپاهانی که از اون حالا خدمت شما عرض کنم که تیم‌های بسیار خوبیه، که باشگاه‌های بسیار خوبیه که همیشه تلاش کرده که تیمای پایه رو بالا بیاره و رسالت ما هم همونطور که شما در جریان هستید در شبکه ورزش و فوتبال یک اینه که نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به فوتبال پایه کشورمون و اتفاقاتی که داره میفته قطعا بررسی میکنیم در همین برنامه، در برنامه فوتبال یک. همونطور که عرض کردم آکادمی بسیار خوبی داره باشگاه سپاهان و ما در تلاش بودیم که حداقل تیمای پایتختمون یعنی استقلال و پرسپولیس هم بتونن تیمداری کنن در لیگ برتر فوتبال کشورمون. نوجوانان جوانانی نباشه که حالا در خود تهران بازی کنن و هیچ گونه اتفاقی نیفته، چون اگر این دو تا تیم هم بیان حضور پیدا کنن یه ذره بازی‌ها بسیار جذاب‌تر میشه نسبت به حالا تیمای دیگه‌ای که هستن. تیمای دیگه هم خوب هستن، اما این دو تا تیم که بیاد انگیزه تیمای دیگه هم بالاتر خواهد رفت. بریم این گزارش رو با هم ببینیم. علیزاده دهخانی عزیز یه سری گفتگو داشته با مربیان تیم‌های پایه نونهالان و جوانان، جوانان امیدها، و ببینیم گزارشش به چه صورت بوده و در باشگاه سپاهان چه خبره تیمای پایه. الان اصفهان و اهواز قطب فوتبال پایه شدن، درسته؟ الان که تو نوجوانان خب این نشون میده دی، ولی به هر حال تو سالهای گذشتم دقیقا همین طور بوده. اصفهان و اهواز همیشه تو پایه جزو تیمای اول دوم ایران بودن. ما 18 زمین اختصاصی فولاد بازی رفتمون برگزار میشه، 26 تو همین زمینی که الان شما حضور دارید بازی برگشت انجام میشه. همیشه تو باشگاه سپاهان نگاه به فوتبال پایه همیشه نگاه خیلی آینده نگر و خیلی به قول معروف محکمی بوده، ولی از زمانی که حاج آقا ساکت هم تشریف آوردن که حساسیت رو پای خیلی بیشتر شده. اگه به عنوان یه نفری از بیرون که این بازی رو دنبال کرده باشه، تیم‌ها رو دیده باشه،
من فکر می‌کنم شانس اول قهرمانی برای ما باشه. ما دقیقاً زمانی بوده که بازیکنام ملی بودن، ما رفتیم یه شهر دیگه، اونا مستقیم اومدن اونجا به ما اضافه شدن، اما بازی که یعنی حتی به من یه جلسه تمرینم نداشتن. شاید من تو طول سال گذشته آقای دهخان اگه بخوام بگم 8 ماه سال مثلا ما تمرین کردیم، من میتونم به جرئت بگم این بچه‌ها 3 ماه بیشتر با من نبودن، همش اردوی ملی بودن. حالا فعلا باید با باشگاه و تیم ملی رای زنی اونا تا روز جمعه انجام بدیم ببینیم چی میشه، ولی الان که مثلا 4 روز 5 روز مونده به بازی، من همچنان بچه‌هامو ندارم. باشگاه سپاهان خب به هر حال یه دیدگاه ریشه‌ای داره نسبت به فوتبال پایه و بیشتر جنبه بازیکن‌سازی و تحویل دادن بازیکنان نخبه و خوب و آماده به تیمای تیم بزرگسالان آ و تیم بزرگسالان ب. 5 سال تیم جوانان سپاهان پشت سر هم، 3 سال 4 سال قهرمان شده و 1 سال 2 سال نایب قهرمان و همیشه مدعی بوده و همیشه از بازیکنان با استعداد برخوردار بوده، ولی یکی دو سال یه تیم خیلی خوب مخصوصا پارسال که تعداد نفرات خیلی زیادی به تیم بزرگسالان معرفی کردم نه به تیم ملی و جزء لیست بزرگسالانشون 10 تا 12 نفر از این بازیکن‌ها هستن، بیشتر جنبه یه بازیکن سازی داشته بیشتر تا انتظار قهرمانی و فکر می‌کنم تو این چند سالم آکادمی رسالتشو به بهترین نحو بهترین شکل انجام داده و وظیفه‌ش رو عمل کرد. در ابتدای هر فصل تیه اون فراخوانی که انجام میشه از طریق سایت باشگاه تو اقصا نقاط کشور بچه ها میان ثبت نام میکنن تو سایت باشگاه و استعدادیابی باشگاه، کمیته استعدادیابی ما طی چندین جلسه ارزیابی میکنن بازیکن ها رو به لحاظ فنی و کسایی که واقعا شایستگی فنی دارن تو آیتم های مختلف انتخاب میشن و به تیم اضافه میشن. کلا یک باشگاه حرفه‌ای اگر بخواد اسم خودش رو حرفه‌ای بذاره باعثی تولید بازیکن را مد نظر قرار بده و در خصوص پرورش نیروهایی که مد نظرش هست برای تیم فوتبال بزرگسالان حرکت‌های وسیعی رو انجام بده. خب باشگاه سپاهان مستثنا از این مسئله نیست و هر رشته اصلی که در باشگاه فولاد مبارکه سپاهان فعال میشه آکادمی اون هم شکل میگیره که خب تو رشته‌های مختلف الان باشگاه آکادمی داره که رشته فوتبالش در قسمت آکادمی فوتبال برنامه‌ریزی و سازماندهی میشه و از رده مدرسه فوتبال از 6 سال ما فعالیت فوتبالی رو انجام میدیم تا رده 23 سال. رده 6 تا 13 سالمون مدرسه فوتبال داریم و از رده 9 تا 13 آکادمی اختصاصی داریم که در واقع بازیکنایی که از مدرسه فوتبال انتخاب میشن میان توی پایگاه رشد یه لول بالاتر از مدرسه فوتبال هست و از اونجا بهترینشون دوباره مجددا میرن تو آکادمی اصلی که لول آه ما هست و فعالیت خودشون رو ادامه میدن و از رده 14 سال به بعد در واقع تیم های استانی و کشوری ما هستن که در رقابت های مختلف فعالیت های خودشون رو انجام میدن. آکادمی های حرفه‌ای برای اینکه خودشون رو توسعه بدن با سطح خودشون رو بالا بیارن. حالا این سطح رو چه جوری باعث مقایسه بکنن؟ با رفتن به کشورهای مختلف اروپایی که سطح فوتبالشون بالاست و بازیکنهای خودشون رو با بازیکنهای اونجا مورد محک قرار بدن که هم بازیکنها متوجه بشن که تو چه سطحی قرار دارن و هم خود باشگاه متوجه بشه که چقدر نیاز به توسعه بازیکنهای خودشون داره. ما اگر این الگو رو قرار ندیم بازیکن ما خب تو سطح کشور و کشور خودمون شروع میکنه به فعالیت، همه تیم‌ها رو میبره و پس فردا خودش رو مغرور و در واقع متکبر میبینه و همین هم باعث میشه که پس فردا نه تلاشی برای پیشرفت و توسعه انجام نده. پس ما مجبوریم این دیدگاه رو و بینش رو بهش بدیم که بالاتر از تو، قوی تر از تو و بهتر از تو هم وجود داره و باز تلاش کنی که از اونا هم بهتر بشی. همیشه یه خلایی هست بازیکنی که از تیم جوانان و امید میخواد بره توی لیگ برتر بازی کنه، اینجا باید یه خلایی داشت که خیلی سخت بود بره اونجا خودش نشون بده و خیلی از فوتبالیست‌ها اینجوری شاید اصلا فوتبالشون نابود میشد. قرار شد است که این قضیه یه آسانسوری که توی اروپا هست، چون اروپا میدونین تیمای بزرگ دنیا دو تا تیم دارن، تیم آ دارن تیم بی، و اگر بازی کنی توی آ اون شرایط مثلا مربی میخواد خوب فراهم نکنه تبعید میشه به تیم بی و مجبوره بره تیم بی بازی کنه و به صورت آسانسوری از بی بره به آ. هنوز این قانون توی ایران به اصطلاح انجام نشده ولی دارن یه کارهای انجام میدن انشالله. به نظر من برای تمومی باشگاه این خوبه، ما هرچی بتونیم برسیم به استانداردهای خوبه روز دنیا میتونیم کمک کنیم به فوتبال کشورمون.
بله صحبت‌های عزیزان رو با هم شنیدیم. ما اتفاقا خب دعوت کردیم از تیم قهرمان، تیم جوانان سپاهان بود جواد عزیز و کاپیتانشون آوردیم، جد باشون صحبت کردیم، گفتگویی با هم داشتیم در مورد اینکه چطور قهرمان شدن، چه برنامه‌هایی داشتن تا اینکه یک تیم بتونه قهرمان بشه و مفصل در مورد صحبت کرد. و در مورد تیم امید ازشون پرسیدیم که آقا چرا تیم امید نداره، گفت ما تیم ب داریم و تیم ب هم خودش خیلی خوبه و میتونه کمک کنه. امیدواریم که حداقل تیمایی که امیدو ندارن حداقل تیم ب رو داشته باشن، یه انگیزه باشه برای اون که آقا جوانانش تموم میشه بتونه بره برای امید حداقل، یا تیم ب همون تیم که میتونه بازی کنه و دیده بشه از سوی حالا سرمربی بزرگسالان. به خصوص این جمله بنده برای اون تیم‌های صدق میکنه که نماینده دارن چه در لیگ 1، یعنی بزرگسالانشون داره بازی میکنه در لیگ دسته 1، و چه بهتر که در لیگ برتر هم حالا تیم داشته باشه. چقدر انگیزه میتونه ایجاد کنه در اون فوتبالیستی که داره از پای بالا میاد و محصول همون آکادمیه که برای تیم بزرگسالانش میتونه دیده بشه و حتی چه در ایران و چه در خارج بره بازی کنه، لژیونر بشه. ما داشتیم خیلی از بازیکنایی که اومدن از تیمای پایه شروع کردن کارشون رو و رفته رفته و پله به پله بالا اومدن و الان میبینیم که در تیمای بسیار خوبی دارن بازی میکنن، حتی در حالا لیگ برترمون لژیونر شدن. اما خب ما حالا مفصل با کارشناس برنامه‌مون امروز صحبت خواهیم کرد در مورد اینکه خروجی لیگ دسته 1مون چیه، خروجی آکادمیامون چیه، اصلا ما آیا اون استانداردهای آکادمیا رو رعایت کردیم یا نه، تونستیم پله به پله بالا بریم یا نه، از پله اول پریدیم پله صدم که الان شاید وضعیت فوتبالمون ما میبینیم، میریم آقا بازیکنی میاریم که 37 سالشه 38 سالشه در تیم لیگ برتر داریم ازش استفاده میکنیم اما میدون نمیدیم به یک بازیکن جوانی که متولد 83 84 هست در تیم حالا جوانان همون تیم داره بازی میکنه، حالا امیدها داره بازی میکنه. اینا خیلی بده و اینکه استفاده نکردن از این جوانهایی که در تیمای پایمون هست قطعا ضرر خواهد زد به تیم بزرگسالانمون و اینکه اصلا هیچ داد و ستدی هم قطعا نخواهد داشت و هیچ خروجی هم برای همون باشگاه نداره. دوستان باز اجزاد دهخانی با بازیکن‌ها گفتگو کرده، رفته اصفهان هم با مربیان گفتگو کرده، با نونهالان و جوانان مربیاشون گفتگو داشت و الان با خود بازیکن‌ها صحبت کرده. ببینیم گپ و گفتگوی اجزاد دهخانی با بازیکن‌های نوجوانان، جوانان و امیدای ما، یا بهتر بگیم تیم ب اصفهان به چه صورته. بفرمایید. با تلاش خیلی زیادی به این مرحله رسیدیم، همونطور که جوانانمون تونستن با تلاش خیلی زیاد قهرمان بشن و کاملا یه بازی سختی در پیش داریم و انشالله که دست پر از اونجا برمیگرد. اینکه مسابقاتتون کشید به سال بعد چقدر اذیت شدید؟ خب اذیت‌های زیادی داره، دور از خانواده، اینکه ما فکر کنم از پنجم عید شروع کردیم دوباره تمرینامونو و یک کم سخت، ولی سال‌های پیش این تلاش رو قبلا داشته بودیم. امید خدا هرچی خدا بخواد، ما که تلاشمونو میکنیم، همه بچه ها آماده هستن که بریم اهواز، اونجا سه امتیاز، توی اصفهان هم سه امتیاز رو بگیریم و انشالله فینال. دیگه برنامه ریزی فدراسیونه، ولی خب ما بازی کنیم، دیگه بازی رو میکنیم. هست یکم فصل طولانی شده، خسته کننده شده، ولی خب ما هدفمون قهرمانیه. تو شهرستان جویبار کنار آقا مهدی اصغرپور کار میکردم و با کمک ایشون تونستم به باشگاه بزرگ سپاهان بیام و سه ساله که در این تیم حضور دارم. خیلی امید دارم. خب یه سال داریم زحمت میکشیم، کار میکنیم، سخت کار کردیم، با کمک مربیامون تونستیم به این مرحله برسیم، خیلی تلاش کردیم، امیدوارم بتونیم از این مرحله عبور کنیم و ایشالله به فینال برسیم. فولاد خوزستان تیم خیلی خوبیه و هر تیمی که الان اومده تو نیمه نهایی قطعا تیم خوبی بوده و ما هم تلاش میکنیم که با کادر فنی بتونیم ببریمش. تونستم جلو سپاهان بازی کنم و تونستم که نظر مربی‌ها رو جلب کنم و بتونم بیام سپاهان. اول اینکه خوشحالم تو همچین باشگاهی
بازی میکنم و اینکه باشگاهی که جایگاهش تو کشور ثابته و این که هدفم اینه که اول به بزرگ بعد بتونم لژیونر بشم. من تیم قبلی اومدم سپاهان اصفهان تست دادم و اینجا انتخاب شدم. طرفدار کدوم تیم بودی و الان طرفدار چه تیمی هست؟ طرفدار تیم قبلی من. و تیم قبلیت کدوم تیم بود؟ سپاهان. من 9 سالم بود اومدم تو سپاهان تست دادم و تو 9 سال قبول شدم و تا الانم در سپاهان هستم. هدفم اینه که برم به بزرگسالان سپاهان در اونجا دیده بشم و برم تیم‌های اروپایی و انشاءالله برم تیم ملی. ما پارسال با تیم فولاد مارپرک سپاهان بازی داشتیم و یه بازی خوب را از خودم انجام دادم و باعث انتقالم به باشگاه سپاهان شد. اردوی روسیه اردوی بسیار عالی بود که خیلی تجربه زیادی کسب کردیم و الان با خیالی راحت تر میتونیم پا به مسابقات لیگ برتر کشور بذاریم. این سپاهان به فلسفه زیادی پشتش هست. همینطور که میدونیم خیلی از تیمای اروپایی هم تیم‌های ب رو دارن و تو خیلی از تورنمنت‌هاشون و مثلا جام‌های حذفی‌شون هم از تیم بشون استفاده می‌کنن و خب یه رابطه آسانسوری وجود داره بین تیم اصلی و تیم‌های ب که انگیزه بازیکن‌ها رو اول از همه خیلی بیشتر و بهتر می‌کنه برای شرکت تو تیم الف و همچنین به عنوان یه تیم پشتیبان خیلی نزدیک شدیم ما از وقتی که تیم ب تشکیل شده به تفکرات و سلایق مربی تو تیم الف و ما داریم هر روز تمرین میکنیم که خودمون نزدیکتر به اون تیم ببینیم. بهتر میشد اگه چند سالی زودتر این اتفاق میافتاد برای به شخص خودم، اما خب الان هم که این امکان فراهم شده برای خیلی از جوانامون، برای کسایی که سنشون زیر 23 ساله یا امیدن، میتونن اینجا به بلوغ فوتبالی برسن و آمادشن برای لیگ برتر بازی کردن، چون از امید که بخوام برن لیگ برتر بازی کنن ممکنه یکم سختشون باشه بیرون بمونن و نتونن کیفیت خودشون نشون بدن به خاطر اینکه تجربهشون شاید کم باشه. اما این شرایط که فراهم شده الان برای جوانامون میتونن بیان لیگ 3 بازی کنن با بزرگسالا، تو شرایط بزرگسالان بازی کنن، خب خیلی بهتره. قطعا اگه بقیه باشگاه‌های بزرگ کشورمون هم مثل سپاهان الگوبرداری کنن و این کارو انجام بدن، قطعا نتیجه‌اش خودشون می‌بینن. بله، گفتگوی بچه هم با هم شنیدیم، تیمای پایه نونهالان و جوانان و تیم به سپاهان. اما خب من الان صحبت‌ها که داشتم می‌شنیدم، 3-4 تا بازیکنان در تیمای مختلفی که بودن معلوم بود که بچه اصفهان نبودن. این خیلی خوبه که حالا یه تیم مخصوصا در تیمای پایه 2-3 تا بازیکن بتونه بازیکن بیاره و جذب کنه از حالا استانهای دیگه. این نباشه الان داخل تهران مد شده دیگه، تیمای لیگ برتر در تهران میان چیکار میکنن؟ یا توابع چند تا بازیکن از شمال، 15 تا بازیکن مثلا از شمال میارن، یا یه تیم دیگه 15 تا بازیکن از همدان میاره، یه تیم 15 تا بازیکن از کرمانشاه میاره، یا 5 تا بازیکن از یه استان 5 تا بازیکن از یه استان، کلا با 3-4 تا بازیکن تهرانی میبنده. این واقعا یه بدعت بدی شده در فوتبال کشورمون. اما من دیدم کمتر هست در سپاهان و بیشتر از بچهای خود همون استان دارن استفاده میکنن. این کار بسیار خوبیه، قابل تقدیر هست و نکته اینجاست که خواهش میکنیم حتی در تیمای پایه از همون بچهای بومی همون استان استفاده کنیم. ما الان خیلی از تیمامون هستن در لیگ آزادگان تقریبا 80%، 85%، شاید 90% بومی باشن داریم. حالا قطعا در مورد اون تیمایی که بومی هم هستن صحبت میکنه، اما اشکال نداره 3 تا 2 تا، هرچی کمتر بهتر، بتونیم بازیکن از استانهای دیگه جذب کنیم. یه سقف بذاریم که آقا 3 تا بازیکن، این باید مفصل در مورد صحبت بشه و این خودش یه برنامه مجزا میخواد که آقا 3 تا بازیکن بگیریم، 2 تا بازیکن بگیریم. این نباشه که کل بازیکن از استانهای دیگه بگیریم، 2 تا 3 تا از همون استان استفاده کنیم. این قطعا میتونه ضرر بزنه به پشوانه همون تیمی که در مورد صحبت کردیم، که چه در لیگ آزادگان باشه چه در لیگ برتر، که اون اتفاقاتی که براش میفته که ما قطعا در موردش صحبت خواهیم کرد. نتایج هفته 26 رو با هم ببینیم، اتفاقاتی که افتاد، گلایی که رد بدل شد از هفته 26 27 و چون ما با توجه به اینکه هفته 26 27 دیگه داخل عید بود ما برنامه نداشتیم، اما الان در خدمت شما هستیم و در مورد صحبت خواهیم کرد. نتایج هفته 26 دریای کاسپیان بابل 4-1 استقلال ملاستانی رو برد. استقلال ملاستانی یه چند هفته بود باخته بود، 4 تا هفته 25 هم بود اگه اشتباه نکنم 4 تا از خوشه طلایی خورده بود، اما دیروز در هفته 28 چیکار کرد؟ تو شیراز موفق شد فرش شهید سپاسی شیراز رو در هفته 28 2-1 بازی که 1-0 عقب بود کامبک بزنه برگرده. ونپارس نقش جهان
بازی خودش رو واگذار کرد به چادرملو اردکان یزد. چادرملو داره همچنان میبره و داره میاد، حالا در موردش هم صحبت میکنیم که در این فصل دوم چه اتفاقاتی برای چادرملو افتاده. سایپا 2-1 شمس‌آذر قزوین رو برد. فرش شهید سپاسی 3-0 چوکای تالش رو شکست داد. شهرداری همدان به خوش طلایی باخت در همدان. و شهرداری همدان نکته رو بگم که یکی از تیمایی که در نیم فصل دوم آنچنان که باید و شاید نتیجه نگرفته و شاید کمترین امتیاز رو این تیم گرفته، حالا در میگم چرا به وقتش. خیبر خرم‌آباد هم 3-1 خلیج فارس بندر ماهشهر رو شکست داد. شهرداری آستارا 2-0 آرمانگوهر سیرجان رو شکست داد. با محسن بنگر، محسن بنگر روی نیمکت نشست، یه ذره تیم رو عوض کرد. حالا از زمانی که محسن اومده، خب زمانی در شهر خود را اومد قرار بود صحبت کنن و بیان به عنوان سرمربی، اما نشد. اما در نوشهر سرمربی بود، تیم رو آورد به لیگ دسته دو و الان میبینیم که در لیگ دسته دو هم تیمی که محسن بنگر بالا آورد وضعیت بسیار خوبی داره و یکی از مدعیان صعود به حساب میاد. پارس جنوبی جم بازی خودش رو واگذار کرد به استقلال خوزستان. استقلال خوزستان تنها تیمی است که در نیم فصل دوم به هیچ وجه نباخته. شاید همه تیم‌ها باختن، اون 16 تا تیم باخته. حالا ما تیم 17 هم رو استقلال خوزستان در نظر بگیریم، به هیچ وجه نباخته این تیم در نیم فصل دوم و کاملا عوض شد. علی‌رغم اینکه در نیم فصل اول شاید 3-4 تا تساوی اولی که گرفت خیلی کارش رو سخت کرد و اگر اون بازی اولش رو میبرد، اولین بازیش اشتباه نکنم هفته اول با شهرداری همدان بود مساوی شد، هفته 18 هم به شهرداری خورد که 1-0 این تیم رو برد. میخوام بگم که در هفته اول بازیش مساوی شد و شاید از 3-4 تا بازی اول یا 3 تا اول 3 امتیاز رو گرفت. اگر حداقل یه بازی رو میبرد، یه بازی رو میباخت و یه بازی رو میبرد، این 6 امتیاز الان میتونست در جدول خیلی بهش کمک کنه. مثل شهر بابک هم که در هفته 26 هم کلا در استراحت بود. ما هفته 26 هم 24 گل رو دیدیم و گلایی که رد بدل شد. نتایج هفته 27 هم با هم ببینیم دوستان، اگه آماده دارن نتایج هفته 27 هم ببینیم. خب پس بعد از این که گلا رو با هم دیدیم، گلای هفته 26 هم با هم دیدیم که 24 گل رد و بدل شد، میایم سراغ نتایج 27 هم و بعد دیگه رفته رفته ببینیم سراغ انشالله هفته 28 هم اتفاقاتی که افتاد. این گلا رو با هم ببینیم، 24 گل رد و بدل شد در هفته 26.
بله، گلای هفته 26 با هم دیدیم، 24 گل از خط دروازه ها عبور کرد. ما هفته 12 هم 24 گل داشتیم، یعنی برای دومین باره که 24 گل رو میبینیم در لیگ آزادگان امسال. اما پرگلترین بازی که در هفته‌ای که گذشت در لیگ آزادگان شاهدش بودیم هفته 25 بود که 26 گل داشت، و کم گلترین هم برمیگره به هفته 15 هم که کلا 7 گل رد و بدل شد که اصلا بی سابقه بود و میشه در لیگ آزادگان این اتفاقا بیفته. حالا معمولا خیلی از کارشناسا میگن که آقا در نیم فصل دوم لیگ آزادگان میگن اصلا خیلی سخته، یا همون لیگی که خودمون میگن فوتبال بازی کردن داخل لیگ یک خیلی سخت‌تر از اونیه که بخوای در لیگ برتر بازی کنی. لیگ برتر خیلی راحته فوتبال بازی کردن داخلش، چه برسه در خود لیگ آزادگان، اون شرایطی که داره، شرایط سنی که بازیکن‌ها دارن و اون اتفاقاتی که داره میفته. اما خب ما دیدیم که گلای خوبی رد و بدل شد و هر چی که تعداد گل‌ها بالاتر بره، حالا دیگه هفته‌های پایانی قطعاً تیم‌ها با احتیاط‌تر بازی خواهند کرد با توجه به شرایط بازی که دارن و حالا موقعیتایی که از موقعیتایی که از دست میدن. جواد آقای پور رو من دیدم باز گل زد، بازی مقابل پارس جنوبی جم دو تا گل زد، یکی از تعویضای طلایی سید سیروس پور موسوی، از سیروس هم مقابل شمس‌آذر قزوین اومد یه دفعه تیم رو نجات داد، بازی 1-1 شد. یه تعویض کارساز بود برای استقلال خوزستان و سید سیروس پور موسوی که این تیم رو نجات بده و 2-1 تیم شمس‌آذر قزوین رو شکست بده و 3 امتیاز ارزشمند رو کسب کنه. نتایج هفته 27 هم با هم داریم میبینیم. آرمان گوهر سیرجان 0-0 شد با دریای کاسپیان بابل، چادرملوی اردکان 0-0 با سایپا. واقعا به دردش کنم از تیم‌ها نخورد هیچ کدومشون، چه سایپا چه چادرملوی، مساوی. خوش طلایی ساوه 2-0 پارس جنوبی جم رو شکست داد. خوش طلایی ساوه داره چیکار می‌کنه این هفته؟ همه رو داره می‌بره. حالا وحید بیاتلو در مورد صحبت خواهم کرد. بازی هم که مقابل شهرداری همدان داشت، آقا خودش ظاهرا تلفنی به بچه‌ها زنگ زد آقا برن شید بیاد، اشکال نداره، پول نگرفتین، شرایطی که دارین اون موقعیتای کرد شبیت فکر کنم بچه‌های حالا خوش طلایی کلا هر کدومشون 5 میلیون تومان پول دریافت کرده بودن و موقعیتشون بسیار بد بود، اما باز غیرت گذاشتن و رفتن بازی کردن. این خیلی خوبه که یه فوتبالیست حداقل غیرت داره، حالا جدا از هر اتفاقی که داره میفته، وقتی پیرن اون تیمو میپوشی مسئولیت گردنته. حالا پول جای خودشو داره، درسته مهم هست، اما اون شرایط هم هست که باید حواسمون باشه. خلیج فارس بندر ماشر 4 تا گل از فرج شهیدسپاسی شیراز خورد، داره فکر کنم سلام میکنه دیگه به لیگ دسته دو. چوکای تالش بازی خودش رو واگذار کرد با مس شهر بابک. شمس‌آذر 2 تا زد به خیبر خرم‌آباد. استقلال خوزستان 2 تا زد ونپارس. استقلال مولاستانی 1-1 شد با شهرداری همدان. و شهرداری آستارم که داریم میبینیم استراحت بونی هفته. میگم که حالا اون شرایطی که داشتن خوش طلایی الحق و الانصاف بعد بهشون خدا قوت گفت، واقعا این که میرن و حواسشون هست به اینکه اون پیرن تیمی که دارن میپوشن مسئولیت گردنشون داره. رفته رفته داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. التماس دعا داریم از همه شما نمازگزاران عزیز در هر کجا که هستین در این روزهایی که مزین هست به نام میهمانی خدا، قطعا التماس دعا داریم از همه شما عزیزان و بنده و همکارانم رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا. دعات و عبادات همه شما روزداران عزیز در هر کجا که هستین و قطعا التماس دعا داریم از همه شما هموطنان عزیزمون در اطس نقاط میهن اسلامی که شبکه ورزش و فوتبال یک رو برای تماشا انتخاب کردین. همچنان که گفتم در خدمت شما هستیم با برنامه فوتبال یک و اتفاقاتی که داره میفته هفته به هفته جلو خواهیم اومد و الان قراره که یه سری بزنیم به هفته 27 تقابل بسیار حساسه تیم‌هایی که برگزار شد بازیشون و خیلی از تیم‌ها بازیشون به تساوی کشید که یه دونه از همون بازیایی که به تساوی کشید آرمان گوهر سیرجان بود با دریای کاسپیان بابل که به درد هیچ کدوم از تیم‌ها نخورد و قطعاً در هفته‌های پایانی هر دو تا تیم رو در حاشیه خطر قرار خواهد داد. این بازی رو با هم ببینیم از هفته 27 بازی که 0-0 شد. چپ یکتا بسیار زیبا یه ارسال به روی دروازه، موقعیت برای تیم آر دریای بابل و توپی که به بیرون میره، یه فرصت شوت زنی خدا بندلو ارسال میکنه به محوطه جریمه، یه فرصت درون محوطه جریمه، پور مهدی
حالا این ضربه مسخرزاده در مرکز دروازه توپ رو در اختیار میگیره. یه موقعیت و توپی که به کنار دروازه زده میشه. خان لرزاده میفرسته به روی دروازه، یک ضربه سر و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. به هر شکل ممکن توپ رو در اختیار داره. یه فرصت شوت زنی پشت محوطه جریمه، یه موقعیت و توپی که به بیرون میره. خداوندلو، ابراهیمی و ضربه این بازیکن از کنار دروازه به بیرون میره. ابراهیمی، خود علیرضا ابراهیمی چه شوتی زد، توپش از کنار دروازه به بیرون رفت. بازی سختی بود، در هر صورت تیم بابل و تیم آرمانگاه هر توی جدول همسایه بودیم، میبایست ما سه امتیاز بازی رو میگرفتیم. با تمام وجود بچه ها کار کردن و تیم بابل هم واقعا الحق و انصاف خیلی خوب ظاهر شد، خیلی خوب بازی کرد. هر دو تا تیم موقعیت رو دروازه خلق کردن اما با گل نرسیدن. در هر صورت با یک امتیاز در ادامه رو ببینیم چی میشه. خیلی بازی چنگ به دل نزد حقیقتا. طبیعی هست دیگه، در هر صورت تمرینات تعطیل بود، بچه‌ها خونشون رفته بودن دیگه، اون شرایط آرمانی رو نداشتن. به نظر من هر دو تا تیم اینجور بود و ما میبایست از شرایط میزبانی اون استفاده میکردیم که متاسفانه اتفاق نیفتاد. بازی بسیار سنگینی بود. تیم آرمانگارم واقعا نیم فصل دوم نتایج خوبی گرفت و تیم شکیل بود. بچه‌های ما خوشبختانه امروز فوق‌العاده بازی کردن، تو مالکیت توپ خیلی خوب ظاهر شدیم، خیلی توپ رو چرخوندیم، خیلی قشنگ توپ رو کنترل کردیم و نیمه اول واقعا فشار آوردیم رو تیم حریف و متاسفانه به گل نرسیدیم. یکی دو صحنه مشکوک به پنالتی بود، دو صحنه مشکوک به پنالتی، حالا نمیدونم داور احتمال میدم که ندید اون صحنه رو، میتونستیم تو پنالتی هم به گل برسیم، بازی رو ببریم. نیمه دوم ما دو تا تعویض اجباری داشتیم چون واقعا تیم ما تحت فشاره، ما بازیکن زیاد نداریم، همه بازیکن ها میان تو تحت فشار بازی میکنن. ما دقیقا محمد محمدزاده و مجید قشقایی دو تا بازیکن که دفاع چپ نداشتیم تعویض اجباری شد و ما دفاع راست آوردیم، دفاع چپ یه خورده افت کردیم ولی با تعویضایی که انجام دادیم آقای حسین پور رضی اومدن دوباره واقعا آخرا موقعیت گل داشتیم که متاسفانه به گل نرسیدیم. ولی من خیلی خوشحالم از اینکه تیم من واقعا یه فوتبال نوین رو ارائه داد امروز. این دوری از مسابقات، دو هفته که تیم‌ها بازی نداشتن، تاثیر گذاشته رو روند بازی هر دو تا تیم؟ قطعاً اینجوریه دیگه، چون ما بالاخره ایام عیدم چند روز استراحت دادیم به بچه‌ها، 3-4 روز استراحت کردن و نتونستیم بازی تدارکاتی خوبی انجام بدیم. طبیعیه هم تیم ما هم تیم آرمانگوار از شرایط مسابقه دور بودن ولی در مجموع من از بچه‌های خودم خیلی راضیم، واقعاً با تمام وجود بازی کردم و صحنه‌های گل ما خیلی بیشتر از تیم حریف بود تو این بازی. بله، این بازی هم با هم دیدیم، بازی که 0-0 شد. آقای قاسم شهبازیتون از اون مربی بسیار خوبی که اصلا تو حاشیه نیست، هم تو آقای گریلی عزیز، امیدواریم که تیماشون آنچنان که باید و شاید و حقشون هست حالا در جدول قرار بگیرن و بتونن بالاخره دل هوادارای خودشون رو شاد کنن، چون واقعا هر دو تیم هوادارای خاص خودشو داره، به خصوص حالا تیم دریای کاسپیان بابل که ما می‌دیدیم از زمانی که خونه به خونه بود، بشد رایکا، بشد دریای کاسپیان بابل، هوادارا می‌رفتن چطوری از جان و دل این تیم رو تشویق میکردن و مورد حمایت قرار میدادن و الان هم که دریا کاسپیان بابل شده واقعا حیفه که جایگاهش رو الان ما داریم در جدول یه ذره پایین میبینیم. امیدواریم که میگم هر تیمی که حقش هست به حقش برسه در لیگ آزادگان و در لیگایی که میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. اما امروز ما قراره با امیر میرزاییان صحبت کنیم، از کارشناسان بسیار خوب فوتبال کشورمون، در مورد اتفاقاتی که در لیگ آزادگان افتاد، هفته به هفته جلو با هم بریم و در مورد تمام این که چرا یک تیم میتونه نتیجه بگیره در یک هفته و در یک هفته نتیجه نمیگیره، چرا در اول فصل یه اتفاقی میفته، تیم‌ها میان 3-4 تا بازی اولشون رو مساوی میکنن، در هفته آخر تازه به فکر این میرسن که بیان نتیجه بگیرن. قراره که مفصل در مورد اینا با هم صحبت کنیم با امیر میرزاییان، کارشناس خوب فوتبالمون. آقای میرزاییان خیلی خوش اومدی. بنابراین خدا حسنم تبریک عرض می‌کنم. بنابراین خدا منم عرض تبریک دارم، سلام و وقت خیر دارم خدمت شما همکاران محترمتون، بینندگان خوب فوتبال یک، که به نظر من بتونیم امروز از زوایای دیگه به فوتبال یک نگاه بکنیم که بتونه حداقل زوایای مختلف فوتبال یک رو بینندگان عزیز بهش برسن. زنده باشین ان شاء الله. ولادت رو تبریک عرض می‌کنم خدمتتون. عرض تبریک دارم خدمت شما. زنده باشین. با هم جلو بریم آقای میرزاییان عزیز، پله به پله در مورد تیم‌ها صحبت کنیم در لیگ آزادگان. شما
در سایپا هم فعالیت میکردین، در گل گوهر هم بودین، در خیلی از تیمای خوب فوتبال کشورمون حضور داشتین و قطعا آگاه و واقف هستین به این موضوع. میخوایم در مورد این با هم صحبت کنیم، چرا یه تیم میاد آقا در اول فصل نتیجه نمیگیره و در آخر فصل رفته رفته نتیجهش بهتر و بهتر میشه؟ یا شاید خیلی از مربیان فوتبال ما که قطعا خیلی کم هستن، یا خیلی از تیم‌ها که میگن آقا ما در هفته‌های اول تیم در حال بدنسازیه و بدن بچه‌ها سنگینه و حالا بذاریم چند هفته بگذره تا بچه‌ها برگردن، بدنشون برگرده به شرایط بازی عادت کنن، بازیکنایی که گرفتیم هماهنگ بشن، مچ بشن با بازیکن‌ها و آخر فصل میدونن که اول فصل چقدر به ضررشون بود اون امتیازایی که از دست دادن. خب ببینید، ما چند تا تیم توی لیگ 1 و یا لیگ برتر اون و لیگ‌هامون داریم، تیمایی که خب زود شروع میکنن، تو رو خود سعی شما میدونید زود شروع کردن، مربیانی که تجربه دارن میگن 10 امتیاز جلویی به خاطر اینکه زمان از دست ندادی، تیم رو تو انتخاب کردی و این برمیگرده به مدیریت و اون بحث کلان باشگاه که چه برنامه‌ای و چه چشم‌اندازی و چه هدف گذاری رو برای تیمشون در نظر گرفتن، یعنی تمرینات پیش‌فصل. بله قطعا وقتی که شما نگاه میکنید مربی در انتهای بدنسازی به تیم اضافه میشه، اون شرایط سخت میشه، ولی ما می‌بینیم وقتی مربی که بلا فاصله بعد از اینکه لیگ تموم میشه و یا سال گذشته باهاش تمدید کردن، این میتونه حداقل شروع و استارت کار رو برای دوران بدنسازی و اون جمع کردن تیم خیلی خوب به نظر من متصور بشیم. مرحله بعدی میاد انتخاب بازیکنان. خب حالا نگاه میکنه یک مربی تازه اومده یا نه، یک مربی بوده که سال گذشته بوده. وقتی که مربی که سال گذشته بوده میاد ترمیم میکنه و اون هماهنگی زودتر شکل میگیره، ولی میبینیم یک مربی میاد داخل یک باشگاه و یک سری بازیکن زیاد رو عوض میکنه، حالا این تغییرات با زود شروع کردن باز یه پروسه زمانی رو میطلبه که این شرایط به اون هماهنگی برسه. یعنی ما واقعا در فوتبال یکمون دیگه یکمون یه چیزایی رو جناب خسروی میبینیم که خیلی به نظر من پیش و پا افتاده، ولی عجیب غریب میشه به خاطر اینکه فکری پشتش نیست. ما کمتر فکر میکنیم و بیشتر سعی میکنیم راجع بهش صحبت بکنیم، ولی وقتی صحبت میکنیم وارد کار که میشیم، ما الان جا نشستیم راجع فوتبال نمیم صحبت میکنیم، خیلی ساده است، ولی وقتی وارد زمین میشیم میبینی یه فضای دیگه است. فوتبال راجع بهش ساده ترین کار صحبت کردنشه و من فکر میکنم تو بحث اجرا ما نمیتونیم اجرای خیلی خوبی داشته باشیم. نگاه میکنیم الان به تیم هایی که به طور مثال من عرض بکنم که مساقی هم باشه، تیم شمسازه رو نگاه میکنیم، خب آقای سعید عقیب سال گذشته انتخاب شد، نتایجش هم حالا تا حدودی شاید خوب نبود، ولی برنامه ریزی برنامه ریزی کردن و هدف گذاری کردن که این مربی رو باهاش تمدید بکنن ادامه بدن، چون مسیر خوب بود. شما موافق هستین با خرید تیم؟ ببینید یه تیمی مثل شمسازه قزوین میاد امتیاز تیم کاور رو میگیره، در لیگ دست دو حضور پیدا میکنه با نام کاسپیان قزوین و رفته رفته جلو میاد تا امتیاز تیم بادران تهران رو میگیره و در لیگ آزادگان حضور پیدا میکنه و خیلی خوب میتونه پله های موفقیت رو طی کنه و قطع به یقین یکی از نمایندگان در استان قزوین خواهد بود برای لیگ برتر در فصل آینده. موافق هستیم با این خریدها و این جابجایی ها اگر موفقیت آمیز باشه با توجه به این اتفاقاتی که داره میفته؟ چرا خود ما داریم تفکر راجع به تفکر ما صحبت کردیم، چه فکری پشت این خرید هستش؟ آیا میاد خرید کنند که یک تیم رو فقط ازش استفاده مثلا بهره برداری سیاسی یا تبلیغاتی بکنن؟ یه بحث این هستش که یک تیم رو درست بکنن و یک نسازی و یک جریانی رو توی یک فوتبال به وجود بیارن. وقتی ما نگاه میکنیم به شمسازر و مقایسه میکنیم که با گلگوهر خود من بودم، نگاه میکنیم وقتی که این تیم داشت میاد بالا، زیر ساختاش هم همزمان داشت پیشرفت میکرد و فکر دوم تو اون باشگاه جاری بود. خب الان فکر می‌کنم شمسازر هم با اون ورزشگاهی که دارن، با مدیریت خوبی که دارن انجام میدن و کادر فنی، یعنی شما سه تا حلقه داری، سه تا مثلث داری که سه گوشش خیلی میتونه اثرگذار باشه: مدیریت، کادر فنی، بازیکنان. حالا وقتی این سه گوشه اگر گوشهش لطمه ببینه، قطعا آسیبش به قسمت‌های دیگه هم سرایت میکنه. من اولین چیزی که در فوتبال ما به نظر من خیلی مهم استش مدیریت باشگاه هاست. مدیریته که یک مربی رو میاره و اون مربی مسیر یک باشگاه رو و تیم رو تعیین میکنه. وقتی که شما نگاه میکنید مدیری که میاد میگه هنوز خودش نمیدونه چه برنامه‌ای داره، از یک مربی برنامه میخواد. شما باید ببینید اون باشگاه چه چیزایی داره، شما برنامه بدید. این مدیرانی که میان به مربیان میگن آقا 3 تا 4 تا 5 تا که متأسفانه تو فوتبال ملیمون هم اتفاق افتاده، برنامه بدیم. شما برنامه رو با اون داشتهات باید بدید. باید ببینید اون باشگاه چه چیزایی داره و وقتی که چیزایی که داره رو میتونه روش برنامه‌ریزی کنه. معلومه بگم آقا راجب استودیوی شما
من یه برنامه بدم. وقتی من نمیدونم چه امکاناتی اینجا هسته، چه چیزایی هستش، چه برنامه‌ای بدم. اینا نشون میده که به نظر من تفکر خیلی مهمه و این تفکر میتونه تو فوتبال ما جاری بشه. گفتم از زوایای مختلف به فوتبال یک بار نگاه بکنیم که چه اتفاقی داره در فوتبال ما میفته، که فوتبالی که سخت‌ترین لیگ ایران هستش، ما با عملکردمون، تصمیماتمون و برنامه‌هامون این لیگ رو سخت‌تر نکنیم. این سختی کار میاد داخل زمین و واقعا جناب خسروی نگاه بکنید، فوتبال هیچ کسی که ازش لذت نمیبره. تماشاگر، مربی، بازیکن، همه میبرن میبازن، همه اخموان، همه ناراحتن، همه نگرانن، چون یادمون رفته فوتبال ورزش، فوتبال هویتش رو گم کرده. ما اگر تو باشگاهامون اون هویت سازی رو نکنیم، اون آرامش و اون اطمینان خاطر رو به مربیانمون و اون شرایط رو فراهم نکنیم، این به نظر من کار سخت میشه. آقای میزن، یکی از دوستان و یکی از کارشناسان خوب فوتبال کشور میگفت که به هر عزیزی که گفتم برنامه بدین، مطمئن باشین از اون استفاده نمی‌کنم. حالا برنامه می‌خوام مربی. جناب قاسمی، چند تا واژه هستش، من دوست دارم راجعش صحبت کنم. خیلی خوب. قطعاً صحبت می‌کنیم با هم. اگه موافق باشید با هم بریم بازی چوکا و مثل شهر بابک رو ببینیم، بازی که 1-0 شد در قلعه عقاب‌ها و بردن چوکای تالش در قلعه عقاب‌ها بسیار سخته. این بازی رو با هم ببینیم همراه با میرزایان. برمیگردیم مفصل باز همچنان در خدمت های میرزایان خواهیم بود. سوم دفاعی تیم چوکا، توپ لو میدن بازیکنانه مثل شهر بابک، باز پسگیری مالکیت توسط این تیم و یه شوت به سمت چارچوب به اوت رفت. فریاد مبین اشعر بر سر مدافعین. در سمت راست صاحب توپ بازیکنان مثل شهر بابک، کاپیتان پور ایوزی. یه لحظه توپ لو رفت، در نهایت باز پسگیری مالکیت مجددا پشت محوطه جریمه اتفاق میفته. توپو سپردن به میلاد حسن‌پور، همه رو جا میذاره، محو میکنه چهار تا بازیکن و گل. گل اول دقیقه 55. میلاد حسن‌پور اولی رو خیلی راحت، دومی و سومی رو با هم کشویی جابجا کرد و رد شد، رفت تو محوطه جریمه، تک به تکی که به گل تبدیل شد. ضربه آزاد به سمت چارچوب، عکس العمل دروازه‌بان روی ریباند، موقعیت هست برای میزبان اما داور خطا اعلام میکنه. در سمت راست سبزپوشان صاحب توپ، ارسال توپ به تیر دورتر بعد از نقطه پنالتی و ضربه سری که کمجون بود و به بیرون رفت. پاس قطری پشت مدافعین، یه لحظه اشتباه، دروازه‌بان هوشمندانه عمل میکنه، توپ رو در اختیار میگیره. چوکایه‌ها به دنبال زدن گل تساوی هستن، یه پاس در عمق رو میدن، یه شوت به سمت چارچوب و توپ در اختیار دروازه‌بان قرار گرفت. پاس پشت مدافعین، اشتباه مدافع تیم چوکا، یه ضربه زده میشه، مبین عشایر توپ رو بر میگردونه، اجازه نمیده. بله، این بازی هم با هم دیدیم، بازی که شاید به ضرر چوکایی ها بود و خیلی اتفاقاتی که در این بازی افتاد و مثل شهر بابک هم واقعا آقای رضایی خیلی خوب داره کار میکنه با این تیم چند سالی. البته خب یه ذره تیم شفت تو حاشیه، تقریبا نیم فصل، یه 3-4 هفته از نیم فصل هم گذشته بود، وارد نیم فصل دوم هم شده بودیم، مثل وارد حاشیه شد، ولی خیلی خوب تونست مدیریت کنه و این حاشیه ها رو جمع کنه. حالا میخوام صحبت کنم با میرزایان، چون خودش قبلا در تیم چوکای تالش هم بوده، که شرایط چوکا واقعا الان در جدول داریم میبینیم یکی از تیمایی است که مدعی سقوط هست. آقای میرزایان، شما خودتون در تالش بودین و شرایط رو میدونین، زیر ساختا رو ازش خبر دارین. خب واقعا نگران میکنه آدم وقتی نگاه میکنه علاقمند و جناب خسروی لیگ دو لیگ سه 10,000 تماشاگر میاد و علاقمنده و نتونستن اصلا از ظرفیت و اون پتانسیلی که یک تیم با تماشاگر داره، تیم چوکا و مسئولینش استفاده بکنن و هر لحظه ما می‌بینیم تیم رو اجاره میدن. اصلا یه چیزایی هستش که یک تیمی که تاریخ داره، قدمت داره، عقبه داره و به یک بار دست هر کسی که راه میرسه اجاره میدن، واگذار میکنن و به نظر من اینا نگران کننده است و این تیم میتونه ظرفیت‌های خیلی خوبی داشته باشه با نیروی انسانی و تماشاگرانی که داره.
واقعا جناب خسروی من نمیتونم قبول کنم که میگن چوکا پول نداره و یا تیمایی که تیم تماشاگر وقتی شما تماشاگر داشتی حامی داشته باشی اتومات شرایط مالی هم میاد سراغت. من امیدوارم توی کانال توی مسیر خوب قرار بگیرن. شهر بابک هم آقای وحید رضایی چند سالی است داره کار میکنه، اونجا به نظر من شرایط خیلی مهیا است و امکانات خیلی خوبی داره، بازیکنان خیلی خوبی داره، ولی یک مقدار نوسان باعث شد که علیرغم اینکه یکی از خطای هافک بسیار خوب لیگ یک هستش و اینا نتونست به نظرم اون شرایط و اون نوسان باعث شد که نتایج قابل قبول رو نگیره. تو فوتبال ما جناب خسروی دیدگاه متفاوت هستش، دیدگاهی که وارد فوتبال یک میشه. من خواهش میکنم از مدیران ما که بدونن وقتی که وارد فوتبال یک میشن چه فضایی هستش، چه اشکالاتی هست. شما نمیتونی یک سری بازیکن لیگ برتر رو بیاری تو لیگ یک موفق بشی، قطعا من نمیدونم که این اتفاق نمیافته. شاید خیلی مود شده های میرزایی بازیکنهای لیگ برتری که بیرون میمونن استفاده میکنن در لیگ یک. راجع به همین خیلی صحبت است. شما نگاه کنید فاصله سنی بازیکن ها تو تیم ها رو نگاه بکنید. یک سری بازیکن بازنشسته که شاید تو لیگ یک دیگه نمیتونم لیگ برتر بازیکن میان لیگ یک، و یک سری بازیکن جوان که میخوان پله های ترقی رو طی بکنن میان تو لیگ یک. اینا بعضیاشون اگر بازیکنان با تجربه کمک بکنن به این بازیکنان جوان، این نکته بسیار ظریف ولی اثراتش بزرگه تو فوتبال ما، بازیکنان با تجربه به این بازیکنان جوانمون کمک بکنن که کنار هم بیان بالا، این خیلی فضای خیلی خوب میشه. ولی متاسفانه بازیکنان جوان وقتی وارد تیم میشن که بازیکنان با تجربه هستن، بازیکنان با تجربه به خاطر اینکه خودشون تو شرایط خوب قرار بگیرن علاوه روحی روانی شرایط رو مهیا نمیکنن بازیکنان جوانش کنارشون بازی بکنن، و به نوعی شاید توی بازی علاوه ذهنی بازیکنان همشون استرس و استراحت کردن که پاس رو بدن به اون بازیکن با تجربه، و اون بازیکن با تجربه خاصهای تو زمین از بازیکن جوان داره که اون بالانس به هم بخوره. این نکته بسیار ظریف است، چون خود ما در تیم‌های کاری کردیم دست و پنجه نرم کردیم با این موضوعات و سعی کردیم اینو خیلی لحاظ بکنیم، یعنی اون بالانس باید رعایت بشه از لحاظ میانگین سنی. بله. این نباشه که یک بازیکن داشته باشیم 38 سالش باشه یه بازیکن بیاریم اضافه کنیم 16 سال. تفکر خوبه. آره تفکر. ببین الان پاس است دیگه آقا، بعد همه خط بشه بازیکن. بازیکن دوست دارم صحبت کنم چون بسیار آدم اخلاق مدار و جنتلمنی تو فوتبال ما رضا خالقی فر. بله در سایپا تو تیم سایپا داره بازی میکنه، به جوونا بسیار بها میده، کمک میکنه، کنار اونا بازی میکنه، یعنی خودشو همتراز میکنه، یعنی علاوه بر فکری کمک میکنه. ولی بعضی از بازیکن ها متاسفانه تو اون شرایط بازیکن ها رو قرار نمیدن و اون آرامش و اون اطمینان خاطر رو از جوون میگیرن و به نوعی اون خلاقیت از جوون گرفته میشه داخل زمین و به نظر من کیفیتش میاد پایین. اینو نشون میده که مربیان ما، مدیران ما بازیکنانی رو که میخوان انتخاب بکنن با چه فاکتور با چه عیاری. شما یه بازیکن رو میارن نیم فصل اضافه میکنن تو فوتبال ما جناب خسروی، ولی میبینن بازیکن رو میشونن نیم کرد، برای چی؟ خب اضافه میشه بعد تازه میفهم بازیکن مصدوم بوده. دقیقاً شما نگاه میکنید توی یک تیم 5 تا 6 تا ربات پار اول فصل وارد میشه، هیچ نظارتی نیست و پولی که مثلا در باشگاه با سختی در میاد و مشکلاتو دارن این بازیکن ها رو خریداری میکنن، ولی میبینی اتفاق نمیاد. به نظر من یک مقدار کمیته فنی که تیم ها دارن، باشگاه دارن، ولی کمیته های فنی که واقعا بتونن خیلی موشکافانه نگاه کنن، نخوان کت خدا منشی رد بکنن این بازیکن حالا دلسوزی. شما تو فوتبال اگر یک مقدار احساسات کتو کنترل نکنی نمیتونی خیلی تیم خوبی داشته باشی، نمیتونی تیم خوبی ببندی. این برمیگرده باز به مدیریت کلان فوتبال یک و مدیرانی که در لیگ یک قرار گرفتن. من خواهش میکنم که این نگاهشون نگاه به نظر من بهتری باشه، تغییر رویکرد بدن، چون واقعا لیگ یک بسیار سخته. همه راجبش صحبت میکنن، شما دیروز تو برنامه‌ات نش صحبت کردید که سه تا تیم همه میگن صعود بکنن یا دو تا و نصفی تو پلی آف تا برنامه مختلف. من صحبت کردم خواسته‌ها و مطالبات باشگاه هم اینطوری هست، چون واقعا لیگ سختی هستش. به نظر من میتونه شرایط مهیا بشه برای صعود حتی سه تا تیم. دقیقاً همینه. حالا با هم پله به پله جلو میریم. در مورد همین بازیکن من خیلی صحبت دارم. شما خودتون فوتبال رو بازی کردی، بنده هم بازی کردم و میدونیم که چه شرایطی هست الان در فوتبال کشورمون و بازیکنایی که میان اضافه میشن، موقعیتایی که دارن و اون موقعیتای حساسی که بازیکن اضافه میشه. آیا اون موقعیتی که داره اضافه میشه این فوروارد به درد این تیم میخوره، میتونه تیم رو نجات بده، اون هافک یا اون پلی میکر میتونه در پست 10 بازی کنه یا نه. بعضی وقتا هست جایی کارساز از آقای میرزایی هم میان یه بازیکن رو که هافک هست ازش فوروارد استفاده میکنن، یا بک چپ هست دفاعی راست ازش استفاده میکنن و نتیجه گرفتن تیم ها. حالا با مثال براتون میگم، یکی همین تیم ها خود استقلال خوزستانه که الان قراره با هم بازیشو ببینیم. آره. مقابل ونپارس بازی بسیار خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت و تونست بازی هم ببره که مفصل باید در مورد همین تیم یعنی استقلال خوزستان صحبت کنیم، تیمی که یک حالا امنیت خوب برای خودش
به دست آورد با توجه به اختلاف فاصله ای که داشت با تیم سوم و چهارم و پنجم جدول که از مدعیای صعود به حساب میاد. بریم با هم بازی استقلال خوزستان و ونپارس رو ببینیم. برگردیم باید بیشتر در مورد این تیم با هم صحبت کنیم. من یک فولادی ام ولی به عشق استقلال خوزستان ان شاء الله اومدم اینجا که امروز استقلال خوزستان ببره و یه عیدی به همه خوزستانیا بدم. من والا ما وقت گذاشتیم هممون سر کار بودیم، بعد افطاری گفتیم بیای منو بیا اینجا بابا، اینم بچه‌م. آره اومدیم اینجا که یه روحیه‌ای بدیم، امیدواریم اونا هم یه روحیه‌ای بهمون بدن. من خودم به شخصه از آبادان اومدم این تیمو حمایت کنم. ان شاء الله بازی بعد این تماشاگرها بشه دو برابر و جشن همینجا تو اهواز ان شاء الله لیگ برتر. همون لیگ 15 که استقلال خوزستان قهرمان شد، ما اینجا تشویق میکنیم خوزستانی ها رو، استقلال، همه خوزستانی ها، فرق نمیکنه. فولاد، استقلال، صنعت، همه. در امتداد خط طولی حرکت کرده، در مقابل داره نبی‌زاده رو عبور میکنه. خود کرمان‌الله‌چهر دو بازیکن رو جا میذاره و ضربش رو با پای چپ میزنه. توپ نصیب بازیکنان استقلال خوزستان میشه، برمیگردونن. یه فرصت خوب، حالا یه پاس برای وزیری پناه، رفته به سمت دروازه، خودش از دروازه یه ضربه مستقیما به صورت احمد مهرابی. یه بار دیگه بازیکنان ونپارس عبور میکنه از یار مستقیم، حالا یه پاسه عرضی گلزاری سمت چپ، نبی‌زاده فضای خوبی رو داشت، تک زر برای رازانی، توپ رو با سر جلو انداخت خود رازانی، فرصت برای استقلال. خود وزیر پناه بین 3-4 بازیکن خودش حرکت میکنه، پا به توپ توی محوطه جریمه، حالا ضربش رو میزنه از زاویه بسته. عقب‌تر نبی‌زاده از همونجا ارسال میکنه با پای چپ پشت محوطه 6 قدم، یه ضربه از جواد آقای پور و با کنش مهرابی. مسیر آقای پور، بارانی، وزیر پناه پشت محوطه جریمه، یه ضربه، حالا در برگشت، میگه میشه این توپ رو گل نکرد. موقعیت های خوبی رو از دست دادند در نیم فصل اول. یه ضربه سهمگین از سیاه پور، صاحب توپ هستند، از طرف یک پرتاب بلند ایجاد موقعیت بکنن. آزادمنش این کار رو انجام میده، یه موقعیت برگشت توپ نتونست اثر بذاره، باز هم آزادمنش این بار با پای چپ ارسال میکنه، یه ارسال خطرناک، یه ضربه سهم و یک واکنش خیره کننده از حسن پور حمیدی. علی فاتح رو فرستاد تا ضربه سر بزنه، حالا یه بار دیگه ارسال، یه ضربه سر، گل برای استقلال خوزستان، گل برای استقلال خوزستان. عظیم گوک دروازه رو باز میکنه، مدافع جلو آمده استقلالی ها، استقلال خوزستان 1-1، ونپارس اصفهان 0.
یه واجگون رو به زیبایی از مقابل برداشت، خود زبرجد وارد محوطه جریمه و پنالتی، پنالتی برای استقلال خوزستان، پنالتی برای استقلال خوزستان. نبی‌زاده است و مهرابی، یه جدال تک به تک، چپ‌های استقلالی‌ها و گل دوم، گل دوم برای استقلال خوزستان. استقلال خوزستان 2 ومپارس اصفهان 0. بازی خیلی خوبی بود. حالا قسمت شد که زحمات بچه ها رو من به ثمر برسونم و خیلی هم خوشحالم. ان‌شاءالله که هوادارا هفته بعدم بیان و پشتیبان ما باشن. آقا دستتون در نکنه. مرسی. هوادارا انگار با ورزشگاه قدیر آشتی کرد. خب خدا رو شکر ورزشکار اومدن، من از تک تکشون تشکر میکنم، با زبان روزه امروز اومدن تیم حمایت کردن. من با توجه به اینکه ما توی شرایط حساسی هستیم و نیاز به حمایت هوادارمون داریم، ازشون متشکرم که امروز به ورزشگاه اومدن و تیم حمایت کردن. مطمئنا این انرژی مثبت به تیم وارد میشه که تیم از نیمه دوم تا انتهای بازی با انگیزه، با انرژی و با قدرت بازی کرد. امروز داوری این دیدار چطور؟ فکر میکنم که از قضاوت‌های بی‌نقصی بود که تا به امروز من در لیگ یک دیده بودم. امروز اگر بخوام واقعا انصافی، من که حالا مسئول فنی هستم صحبت کنم، بچه‌هام خوب بازی کردن. تام اون نکات تاکتیکی و مسائلی که ضربات ایستگاهی خوب 80-90% خوب کار کردم و توی ضد حمله، تو توپ گیری و تو سرعت به جلو هم، بازی سرعت به جلو خوب انجام دادم و موقعیت‌های خوبی هم به دست آوردم. همینجوری هم که استقلال خوزستان هم یکی دو موقعیت خوب به دست آورد، ما ناامید نیستیم و 4 بازی دیگه تو خونه داریم، یه بازی بیرون. ان شاءالله تلاش میکنیم که بتونیم جایگاه خوبی بسازیم. و داور این دیدار؟ داور این دیدار والا فقط صحنه پنالتی رو باید نگاه کنم، چون دقیقاً حالا مشخصم نبود که واقعا حالا پنالتی شده یا نه، ولی در کل که بخوام در مجموع بگم، خب داوری فکر کنم به قضاوتش رو انجام داد. بله، بازی استقلال خوزستان و ونپارس هم با هم دیدیم. بازی بسیار حساسی بود برای هر دو تا تیم و استقلال خوزستان در نیم فصل دوم، همونطور که در اول عرایز هم عرض کردم، به هیچ وجه نباخته این تیم و یکی از تیم‌هایی است که بدون باخ هستن این فصل. یعنی از هفته 18 خود هفته 18 رو در نظر بگیریم، شهرداری همدان رو برد، شهرداری آستارا رو برد، دریای کاسپیان بابل رو برد، پارس جنوبی جم، ونپارس و آخرین بردش یعنی میشه 6 برد، شمس‌آذر قزوین بود و 4 تساوی هم به دست آورد مقابل استقلال مولاستانی، فجر شهید سپاسی شیراز بود، مثل شهر بابک و خیبر که جمعاً میشه 20 امتیاز از نیم فصل دوم این تیم تونسته کسب کنه و بدون باخت. خب تیم استقلال خوزستان تیم به نظر من بسیار خوبیه، توی شیب ملایم اومد بالا. شاید نیم فصل اول سعی میکرد، زمانی که شما جناب خسروی خوب نیستی باید بتونی خوب امتیاز بگیری، و زمانی که خوب شدی حالا میتونی شرایط رو متفاوت‌تر ببینی. و استقلال خوزستان به نظر من تجربه های پور موسوی، بازیکنانی که توی این تیم دارن تو خطوط بازی میکنن، نگاه میکنیم علایی درسته در بازی دیروز غایب بود، ولی یکی از بازیکنان تاثیرگذار با تجربه هستش که نام عظیم گوگ، و یا در خط افق ما میبینیم حمید گلزاری که سابقه صعود با گلگهر سیرجان، مثل رفسنجان، مثل کرمان رو داره، یعنی یک بازیکن کاملا که فضای لیگ 1 رو میشناسه و میدونه چه آیتم های و چه فضاهایی برای لیگ 1 مهیاس برای صعود. تاثیرگذارم بود چه بازی مقابل ونپارس، سانتایی که انجام داد، بحث ارسال هایی که انجام میده و کورنر های درونگردی که میزنه، تو کدوم فضا میزنه، و نگاه کنید دیروز هم ارتباط برقرار شد با بازیکنی مثل آقای جواد. نظر من خیلی خوب تیم استقلال خوزستان به نظر من
تیم خیلی خوبیه ولی یه نقیصه داره، ولی اومدنش با آقای پور شرایطش چه درسته وزیری پناه بازیکنی هستش که خیلی تاثیرگذاره، ولی باید قبول بکنیم تیمایی که جلو بازی میکنه خط دفاعشون آه وزیری پناه خیلی میتونه کمک بکنه و یا آقای رازانی به خاطر سرعتی که دارن بزنن پشت دفاع. یک سری بازیکنان جناب خسروی بازیکن پشت دفاع، یک سری بازیکنان باکسن، ما باید تعریفای خوب داشته باشیم. اگر محل استقرارش هم سازد میرفت از اول عقب بازی میکرد، شاید وزیری پناه اینقدر کارایی نداشت. و یا گل اولی که شما گل زود هنگام، شما 20 دقیقه تو فوتبال 20 دقیقه حیاتی مربیان داری، دقیقه 1 تا 5، 40 تا 45، 45 تا 50، 85 تا 90، تو 5 دقیقه حیاتی، 5 دقیقه حیاتی مربیان، یعنی اگه شما گل بخوری سخت جبرانش و بهترین زمانه برای تیمی که گل میزنه. خب شما نگاه میکنید همون اشتباهی که باقری و حیدری انجام دادن باعث شد که وظیفنا یک مهاجم خوشبین تو فوتبال میگن مهاجم باید خوشبین باشه، مدافع باید بدبین باشه. و اگر ما مصداقی هم بخوایم بگیم، گل قوچان نجات به کره که زد 2 متر عقب‌تر بود از مدافع کره، چون خوشبین بود که اجازه داد که شاید توپ پاش رها بشه، این اجازه رو داد، این فرصت رو به خودش داد و رفت گل زد. وزیر فنا این کارو کرد، یعنی مهاجم خوشبین این کارو انجام میده که اشتباه میلاد باقری و حیدری باعث شد به گل برسه. و وقتی شما دقایق اول گل میزنی روند بازی عوض میشه، شکل به بازی اومد، شکل بازی استقلال خوزستانی شد که بتونه حالا واسه بازیکنان سرعتش استفاده بکنه. به نظر من استقلال خوزستان با اومدن آقای پور تیمش کاملتر شد، یک مهاجم باکس، مهاجم هدف نیازمنده اینه هستش که بتونه تیمش به لیگ برتر صعود بکنه. شما حالا شما فرمودین، حالا با توجه به اینکه حالا این مهاجمی که در باکس کار میکنه یه مهاجمی که خط دفاعی تیم حریف بالا میاد، میاد از نیمه و آفساید گیری میکنه و این بالا اومدن تیم، حالا مثالش رو خواهیم زد، بازی که مقابل خیبر خرم‌آباد و شمس‌آذر رو اگه تماشا کرده بودین، با توجه به فوروارد سرعتی که خیبر خرم‌آباد داشت باعث شده بود که خط دفاعی شمس‌آذر عقب‌تر باشه و با پوشش بازی میکردن مقابل این تیم. و اتفاقاتی که افتاد، حالا آقای فرض کمالبند با توجه به اینکه یکی از مربیان با دانش فوتبال کشورمون هست، فوروارد سرعتیشو بیرون کشید و یه فوروارد دیگه، یه هافک دیگه اضافه کرد. خب این باعث شد که خط دفاعی شمس‌آذر بالاتر بیاد و فشار روی دروازه خیبر بیشتر و بیشتر بشه و این باعث شد که نتیجه 1-0 برده رو 2-1 عوض کردن. اگه موافق باشید همراه با شما بریم بازی رو ببینیم، مفصل برمیگردیم در مورد بازی‌ها با آقای میرزاییان صحبت می‌کنیم. بازی خیبر خرم‌آباد و شمس‌آذر غزنین، بازی که 2-1 به سود شمس‌آذر غزنین شد. ارسال بلند، فرصت برای شمس‌آذر. یه حرکت عالی حمید طاهرخانی، فضا برای زدن ضربه داره اما نشونه گیریش دقیق نیست. حمید رضا طاهرخانی، ابراهیم میرزاپور چی میگه اونجا؟ مربی دروازه‌بانای خیبر یه ذره شلوغش میکنن خرم‌آبادی ها. میلاد باقری بلند در محوطه جریمه، این ضربه سر کوروش ملکی از زیر طاق دروازه توپ رو بیرون آورد. وحید نعمتی به سمت راست میاره، میلاد احمدی، سرآبادانی سرش بالا، پوریا این ارسال، فرصت برای شمس‌آذریا، رحمان گلو میزنه اما بالا رفته پرچم. ضربه بلند لطفی، پنالتی گرفت داور، میثم حیدری پنالتی گرفت و یه کارت زرد هم نشون داد. اجازه زدن ضربه داده میشه و گل، مهداد میزنه خلاف جهت، 1-0 خیبر خرم‌آباد پیش میفته در قزوین. فرصت برای شمس‌آذری ها، محسن طرهانی توپ علی اصغر اعرابی میگیره سمت راست خط دفاعی خیبر، خیلی توپ به دست خورد، خیلی توپ به دست خورد، یه پنالتی عجیب و غریب گرفت برای
خیبر و اینجا برخورد توپ با دست باز مدافع سفیدپوش رو خطا تشخیص نداد داور مسابقه علی اصغر عرابی، کارت زرد میده با خط تمارز، یک شهرام مهربان رو بگیره کنار زمین، کارایی که خیبر سالای پیش هم انجام داده که بیه لیگ برتر نشده، کاش حداقل امسال انجام نده. فرصت برای شمس‌آذر و این ضربه یه پای چپ، فرصت برای خیبر، رسول حسینی اشتباه این ضربه و چه نجاتی میده دروازه رو میلاد باقری، کنان طاهر نژاد، پاس برای رحمان جعفری، مجتبی لطفی موفق، رحمان جعفری ارسالش، فرصت برای گل تساوی، میافته این اتفاق، انفجار ورزشگاه سردار آزادگان، دیگه قزوینیان نمیدونن چجوری خوشحالی کنن. حسین فاضلی تعویض طلایی سعید دقیقی میشه، دوباره جریان بازی متوقف شد، میثم حیدری اومده که یه نفر رو اخراج بکنه، تعویض حجت اسلامی یه مقداری باعث شد که خیبر بیاد عقب و دلاک دفاعی فروبره حسین فاضلی میفرسته، فرصت برای شمس‌آذر، واکنش عالی کوروش ملکی، حسین فاضلی، پاپی، ارسال محمد پاپی، فرصت برای شمس‌آذر، توپ رو نصف نیمه گرفت کوروش ملکی، سینا حاتمی رو تازه الان میخواد به زمین ببره فراز کمالوند، فرصت برای شمس‌آذر، علی اصغر عرابی در محوطه جریمه است، خود علی اصغر، این ضربه، گل بعدی، ورق بازی برمیگرده، چه خبر شد تو ورزشگاه، دوباره انفجار، از روی نیمکت کسی باید صندلی خودش رو ترک بکنه. این بازی هم یه دونه از اون بازیایی بود که بیشترین کارت‌های زرد و قرمز رو در لیگ آزادگان امسال شاهد بودیم، یعنی کلن به نیمکت، به بازیکن، به کادر فنی که حالا داشت بچه ها رو گرم میکرد، چه خیلی بچه شمس‌آذر، اصلا خیلی کارت قرمز داشتیم و این خیلی بده. و ما حالا یه صحبتایی هست مربیانی که دارن و در مورد صحبت میکنن، میگن آقا مربی لب خط داره، متاسفانه ما بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم، آقا یه مربی که میاد لب خط با داد و بیداد نمیشه به خدا بازی رو در آورد، نمیشه داد زد سر حالا داور، سر داور چهارم داشتیم دیگه در بازی دیروز، این اتفاقات افتاده و بازی جورایی حالا ظاهرا در اومده، اما نباید این اتفاق بیفته، باید خیلی حواسمون باشه. مربی که لب خط داره یعنی ارتباط کلامی با بازیکن‌ها، یعنی ارتباط کلامی خود بازیکن‌ها داخل خود زمین، آقای میرزایانی، اتفاقی که ما خیلی کم شاهدش هستیم. در مورد تعویض صحبت کردیم و تعویضی که بیرون کشید و سینا حاتمی رو خیلی دیر آقای فرز کمالوند به داخل بازی آورد، همونطور که با هم صحبت کردیم، شاید سینا حاتمی اگه داخل زمین بود بازیکن بسیار خوبیه، بازیکن بروجردی خیبر خرم‌آباد که تاثیرگذار بوده در این فصل و باید خدا قوت کو به فرز کمالوند که داره به این جوونا میدون میده و ازشون استفاده میکنه و نتیجه هم داره میگیره. من فکر میکنم اگه سینا داخل زمین بود شاید نتیجه یه طور دیگه رقم میخورد، اما البته نباید فراموش کنیم که دفاع آهنین شمس‌آذر هم همین فوروارد نمیتونه ازش رد بشه. بله، خب ببینید راجع به بازیکن‌ها ما داریم صحبت می‌کنیم، بازیکنانی که در استان‌ها هستن، یک سری مربیان، آقای کمالوند و دوستان و هر کسی دیگه که از تهران یا از جای دیگه به شهرستانی میره، من خواهش می‌کنم که اثراتشون رو بذارن توی تیم‌ها، این نیست که فقط نتیجه بگیرن، از خودشون یک میراث باقی بذارن و یک به نظر ردپا و یک اثرگذاری مثبت داشته باشن. نگاه میکنیم یک تو فوتبال، جناب خسروی، اینی که شما همیشه نمیتونید بکاری و خودت هم درو بکنی، این متاسفانه تو فوتبال ما همه میخوان همون کاری که انجام بدن بلافاصله نتیجهشو ببینن و این میشه که فوتبال ما مسیرش به نظر من به بیراهه رفته. اگر ما یک برنامه‌ریزی داشته باشیم، برنامه محور باشیم، وارد یک باشگاه بشیم، اثراتش رو میذاریم، اشکال نداره یک مربی دیگه وارد میشه اون مسیر رو ادامه میده و یک سری بازیکن و یک سری نسل سازی میکنیم تو فوتبال. شما موافق هستین با عوض شدن مربی؟ ما خیلی از تیمایی داشتیم که حالا هفته آینده قراره که مفصل با هم صحبت کنیم،
در مورد این موضوع. مربی ها رو خیلی زود و تون تون دارن عوض میکنن آقای میرزایان، این خیلی میتونه آسیب بزنه. اونم برمیگره باز حالا به اون شرایطی که دارن. اما خب آقا مدیر رو عوض کنیم، چرا ما مربی رو عوض میکنیم ها؟ مدیر ما میتونیم عوض کنیم. یه جمله جالب میگفتش آقای درخشان چند سال پیش، میگفت مدیر عامل که خودش رو عوض نمیکنه، بازیکنام که محدودا نمیتونه عوض بکنه، اولین کاری که میکنه مربی عوض زورش میکنه. زورش به مربی میرسه. حالا اون مربی رو کی آورده؟ مدیر عامل آورده دیگه. به نظر من زمانی که یک مدیر عامل یک مربی انتخاب میکنه، تو فوتبال ما بیایم کار انجام بدیم که مدیر عامل اگه قرار اشتباهش رو جبران بکنه با برطرف کردنش، بیاد خودش هم با مربی بره. عوضش بره. اشکال نداره. اشکال نداره. بیایم این کارو ما بکنیم. چرا ما دنبال این هستیم که مربیان رو واقعا قربانی بکنیم به خاطر جنگ؟ بعد حالا یه اتفاق جدید افتاده تو فوتبال ما. همه تیمایی که نتیجه نمیگرفتن یه شوک وارد میکردن. تیمایی که بالای جدولن مربی عوض میکنن. الان نگاه میکنیم تیم سایپا مربی عوض میکنه. تیم پارس جنوبی مربی عوض میکنه. الان پارس جنوبی من خودم چه اتفاقی افتاد؟ ایمان رزاقی الان رفت. آقای روانخا اومد. آقای روانخا سه تا باخت آورده. من فکر میکنم آقای رزاقی بود حداقل دو تا مساوی میگیره بدترین حالتش. ببینید ما باید ببینیم که اونم در هفته‌های پایانی اصلا چرا جابجا میکنه، برای چی، چرا باید این کارو بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ جناب خسروی با توجه به اینکه احترام بسیار زیادی برای آقای رمانکا قائل هستم، بله. خوب فوتبال کشورمونه، ما صحبتمون به اینه که آقا چرا باید این اتفاق بیفته؟ وقتی یک مربی خودش تیم رو بسته، آگاهی داره نسبت به بازیکنایی که در پستایی که گرفته، آقا فلان بازیکن در پست دفاع راست آقا ما ضعف داریم برای این تیم، این بازیکن رو ما نیاز داریم، آقای مدیر عامل من این بازیکن رو میخوام، اون بازیکن رو گرفته، با ساختار ذهنی اون مربی اون تیم بسته شده، آقای ایکس میاد اصلا شاید این بازیکن اصلا به دردش نخوره آقای میرزاییان، بله. و اینی که نتیجه نمیگیره تیم، بعد گلایه من میشیم و تنها کسی هم که این وسط داره ضرر میکنه هواداری تیم ها هستن. خب ببینید من فکر میکنم همون فکرهای دوم، ما باید فکرمون جلوتر از مسیرمون بره و زمانی که راجبش فکر میکنی، وقتی که شما نگاه میکنی یک مسافرت میخوای بری، پیش بینی میکنی آب و هوا چجوریه، برنامه مثلا دارم میگم هفتگی تو میبینی، ماشین تو تجهیز میکنی و و موضوعات دیگه. ما نمیتونیم وارد یک مسابقات بشیم تازه وقتی که وسط مسابقه هستیم فکر بکنیم که چیکار باید بکنیم، الان اشکال پیدا کردیم. شما به نظر من اون مدیرانی که این اتفاقات رو رقم میزنن تو فوتبال ما، به نظر من خیلی شجاع باشن، خودشون رو برکنار بکنن و فضا رو فراهم بکنن برای نفراتی که میتونن کمک بکنن به تیمشون. شما نگاه بکنید الان پارس جنوبی تیمی بود که به نظر من بالای جدول بود و از مدعی صعود و به نظر مدعی صعود بود. این سه تا باخت اصلا دلیلش چیه؟ روز مدیر عامل رو بیارید پشت خط ببینید چه اتفاقی افتاده، برای چی عوض شدن، که ما هم حداقل طرفدارام آگاه بشن. اینی که بیایم مثلا کلیات صحبت بکنیم که دلیلش این بود و اینا، نمیتونه قانع کننده باشه. مردم واقعا فوتبال رو میفهمن و تا قانع نشن نمیتونن از اون مرحله عبور بکنن و فضا رو فراهم بکنن برای یک آرامش یک تیم. من اینجا میخوام دفاع کنم از همین مربیان خوب فوتبالی کشورمون. حالا صحبت از مدیر عامل بود و مربیان، ما باید ببینیم که چی خواستیم از مدیر عامل. این لیست بازیکن‌ها رو ما به مدیر عامل دادیم، آقا من فلان بازیکن رو میخوام در فلان پست، این شرایط بد باشه، شرایط خوابگاه من، اسکان من، بچهای من این امکانات رو از شما میخوام و طبق این امکاناتی که شما به من میدین، من این تیم رو در انتهای فصل در جایگاه اول تا سوم جدول به شما تحویل میدم، یا نه این تیم چند سال در لیگ آزادگان داره توپ میزنه، من بهتون قول میدم که به عنوان حداقل تیم اول نشه، تیم دوم این تیم صعود کنه به لیگ برتر. ما اول باید ببینیم آیا اون خواسته های مربی رو تونستیم برآورده کنیم که ازش انتظار داریم یا نه. اینم خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببینید من فکر میکنم اون چیزی که برمیگرده به فوتبال ما این هستش که مدیران ما، مربیان ما یک سری موضوعات رو هیجان زده بهش عمل میکنن و وقتی وارد یه مرحله میشن اون هیجانات کنترل نشده باعث میشه حرفایی بزنن، قولهایی بدن و یا برنامه‌هایی رو پیاده بکنن که اصلا خودشون اصلا آگاهی ندارن. ببینید چیز به نظر من مهمی هست تو فوتبال که باشگاه‌ها باید بدونن الان کجای فوتبال قرار گرفتن، هویتشون، شخصیتشون. وقتی شما فوتبالت هویتش از دست داده، باشگاه‌ها کمک میکنن که هویت فوتبال پیدا بشه با اومدن
دانش، مربیان خوب، نیروی انسانی، مدیران خوب و این کمک میکنه. شما نمیدونید که فوتبال ما هویتش از دست داده. فوتبال کیه هویتش؟ همین باشگاه بودن، همین بازیکن‌ها، همین مربی‌ها، مدیرایی که ما که داخلش هستیم دیگه. ما بعد از خودمون شروع بکنیم. جناب خسروی، این منیت تو فوتبال ما واقعا بیداد میکنه و ما مربی‌ها همدیگه رو قبول نداریم، مدیران رو قبول ندارن. چه اشکالی داره؟ به طور مثال یه مربی عوض میشه. به طور مثال خیلی جالب هستش که مثلا 3-5-2 بازی میکرده، میاد یه مربی میبینه داره خوب بازی میکنه، میگه نه من اون مسیر رو عوض میکنم که نگن رد پای مثلا فلان مربیه، میاد یه شکلی دیگه درست میکنه، مسیرش خراب میشه. اشکال نداره یه مسیر خوبی که مربی داشته این مورده من جا داره بهش اشاره بکنم. الان بردیف رو نگاه بکنید توی تیم تراکتور، بله. پاکو خمز اومد مسیر رو ادامه داد. ببینید چون تفکر حرفه‌ایه، نیومد دفعه تغییر بده. همون پوزیشنی که شما داشتین میکنید، یه تغییر پوزیشن رحمان جعفری رو راجبش صحبت کردید، از هافبک آوردش سعید امیری فوروارد، یعنی یک مهاجم یا بارانی رو از پلی میکر راست آورد دفاع چپ. خود رحمان رضایی شما نگاه بکنید فوروارد بود ایشون، این بازیکن از مهاجم به دفاع نقل مکان کرد تیم ملی هم بشید. تیم ملی و پروژه ایتالیا. این خیلی مهمه. مربیان ما جناب جدید نکته کلیدی هستش. الان شدن تعویض‌کار مثل خدماتی‌های ما که جای اشکال پیدا میکنه تعمیرکار نیستن. تعمیرکار باید ما باشیم. بازیکن خوبه، باید بازیکنی که خوب هستش از مسیر خارج شده دوره احیاش بکنیم. کاری که آقای خمز در تراکتور کرد با اسدی. خمز داره بله اسدی کرد. دیدین هافک بازی میکرد اولش فوروارد، الان یکی از مدعیای حالا اصلا خیلی به نظر من این نکته مهمه. هم به تیمش کمک کرده، هم به بازیکن کمک کرده، هم به فضای فوتبالمون کمک کرده. ما چقدر دنبال نسیم. به طور مثال شما اشاره کردید، مثلا سینا رو اشاره کردید، گفتید آقا تعویض. ما تعویض میکنیم که چه اتفاقی بیفته. دیروز استقلال خوزستان جواد آقای پور آورد و نتیجه گرفت. اینجا میخوام صحبت ها رو نگه داریم آقای میرزایان عزیز، در مورد چادرملو قرار صحبت کنیم. چادرملو یکی از تیمای بسیار خوبیه که خیلی خوب نتیجه گرفت با سایپا و خب دست به تغییرات مربی هم زد. شما با آقای فکری هم داشتین کار میکردید، حالا بنا به دلیل جدا شدین از آقای فکری و آقای فکری کارشو ادامه داد، آسید اومدن و سعید اخباری. ما همچه صحبت کردیم در مورد اینکه آقا این تیم و خیلی از هوادارا ناراحت بودن اول فصل که آقا چادرملو نتیجه نمیگیره و نتیجهش درخشان نیست، اما سعید اخباری با توجه به میدانی که مدیر عامل محترم باشگاه چادرملو به ایشون داد، دیدیم رفته رفته داره بهتر میشه. در این فصل دوم تن و باختش فکر کنم مقابل استقلال ملاسانی بود که 1-0 بازی رو واگذار کرد و تا هفته 28 کلا 7 برد به دست آورده این تیم، یعنی در کنار شمس‌آذر قزوین یکی از تیمایی است که در این فصل دوم خیلی خوب داره نتیجه میگیره و کاملا تیم رو عوض کرده. با همین بازی رو ببینیم، بازی با سایپا و حالا چادرملو اردکان یزد. برمیگردیم در مورد این تیم و تیم سایپا بیشتر با میرزایان صحبت میکنیم. باید توپ رو پرتاب کنه، این کار حالا انجام میده، بلند به داخل محوطه جریمه، ضربه سر اول رو مدافعان نارنج پوش میزنن. رضا دهقان توپی که از کنار دروازه با برخورد به نیما علی پور، توپ راهی کورنر شد، پرتاب میکنه از سمت راست. حالا این کار رو دوباره بلند انجام میده داخل محوطه جریمه، ضربه سر اول از بازیکنان سایپا، موقعیت برای بازیکنان چادرملو، عبدالله ناصری و حسین شوشتری پشت توپ هستن. حالا داور اجازه کار رو میده، خود شوشتری به قصد چارچوب و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. رضازاده به قصد چارچوب، توپش از بالای دروازه به بیرون میره. علی طاهران، پیمان شیرزادی، خطا خطرناک هم بود و دست به جیب میشه آقای زمانی و کارت قرمز برای یار شماره 6 عارف حاجی ایدی. نگاه کنید به این شکل، یه جورایی درو کرد پارو شیرزادی، ارسال به دهانه دروازه، موقعیت برای بازیکنان چادرملو اردکان و ضربه دروازه برای تیم سایپای تهران به دست اومد. صحبت میکنه حالا بین دو کادر هم
بگو مگوی شکل میگیره. آقای اخباری هم به کارت رو گرفت، کارت قرمز برای مربی تیم سایپای تهران. گفتم بازی پرتنشی شده این بازی. این بازی هم یه دونه از اون بازیه بود که نتیجه بازی به درد هر دوتا تیم میخورد، چه سایپا چه چادرملو، در هفته هایی که میگم یک امتیاز هم حکم مرگ و زندگی رو داره برای همه تیمایی که حالا در بالای جدول هستن و میخوان مدعی باشن که به لیگ برتر راه پیدا کنن. سایپا هم دست به تغییرات سرمربی زد و شاید خیلی از کارشناسا میگن که خیلی بد موقع بود که عوض کرد. محمود فکری داشت نتیجه میگرفت، چرا باید عوض بشه؟ و حالا اونم دیده مدیر عامل محترم باشگاه سایپا حتما ایشون یه چیزایی میدونه که ما در جریان نیستیم و شاید سرمربی جدید بتونه تیم رو عوض کنه با توجه به بازیایی که باقی مونده. اما چادرملوی اردکان یزد در از هفته 18 به بعد تا هفته 28 7 برد به دست آورد و کلا یه دونه باخت داشت، اونم مقابل استقلال ملاستانی در هفته 22 بود که بازی رو 1-0 واگذار کرد به این تیم و عملکرد درخشان سعید اخباری و میگم اون میدون دادن مدیر عامل محترم باشگاه به سعید که اجازه داد که همچنان به کارش ادامه بده و تیم رو نجات بده. بله میدونیم از مدعیای سود هم هست. خب ببینید اول راجع به چادرملو من صحبت بکنم. چادرملو کاری که آقای اخباری کرد، چون تو سالهای گذشته شناخت زیادی از سایپا داشت و به یک باره چادرملو خریداری شد و تیم قشقایی رو خریدن، سعی کرد که از بازیکنانی که باش کار کردن شناخت بیشتری، یعنی بازیکنانی که چند تا بازیکن سایپا که در لیست آقای فکری نبودن رو سریع ایشون خریداری کرد. اینجا من نکته بگم آقای میرزاییان، خیلی از مربیان هستن که خیلی باهوشن، میان 3-4 تا بازیکن که تیمای دیگه میخوان بگن در لیگ برتر ما بیشتر این اتفاق میفته و شما خودتون در جریان هستین، میان بازیکن میگیرن، بازیکنایی میگیرن که آقا اون تیم قوی نباشه، حتی حاضرن 2 میلیارد، 3 میلیارد، 5 میلیارد به اون بازیکن بدن، اون بازیکن رو نیمکت نشین کنن، اما فردا اون بازیکن نیاد مقابل تیم خودش، مثلا تیم سایپاس، من دارم سایپا رو مثال میزنم، با تیم مثلا چادرملو یا یه هر تیمی دیگه، اون بازیکن نیاد به تیمش گل بزنه، اون بازیکن رو میگیرن نیمکت نشین میکنن به خاطر اینکه فردا برای تیم خودش داستان درست نکنه، حاضر هزینه بده اون اتفاق نیفته. اون فرمایش شما. بله ببینید، حالا توی مقاله فرق کرد، توی لیست مازاد آقای فکری بودن چند تا از بازیکنان چادرملو که رفتن به اینجا اضافه شدن و چادرملو هم نشون داد که رفته رفته به خاطر اون ساختاری که داشت، هماهنگی که به وجود اومد، اعتمادی که مدیر عامل به آقای اخباری کرد، در نهایت شرایطش بهتر شد. ولی حالا جو بحث سایپا صحبت بکنیم، تیمی که قهرمان ایران شده، سابقه زیاد داره، 20 دور حضور در لیگ برتر فوتبال کشور. به نظر من به این سادگی نمیتونیم از اسم سایپا تو لیگ 1 گذر بکنیم. شاید بالاترین اسم از لحاظ برند سایپا باشه توی لیگ 1، ولی به یک باره اتفاقاتی میفته که به نظر من خیلی، مثلا دارم میگم، به نظرم برای همه جای سوال به وجود میاره. خب آقای فکری زحمات زیادی کشیدن، باید قبول بکنیم، خود آقای حسینی پور مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و کمیته فنی که جا داره ازشون تشکر بکنیم. من از این باشگاه جدا شدم، ولی من فکر میکنم یه موقعهای جدا شدن به نفع همه میتونه باشه. من سوال از شما بپرسم، شما داخل این تیم بودیم، ببین تیم سایپا در سال، حالا اون سالی که فوتبال برگزار میشد، از دهه 70 دارم میگم، حالا 70-71 که پاس قهرمان شد، 72 و 73 تیم سایپا قهرمان شد و بعدش پرسپولیس و استقلال تا دهه 80 دارم عرض میکنم و 85-86 بود اگه شما نکنم قهرمان شد با علی آقای زایی، یعنی 3 بار قهرمانی در لیگ برتر فوتبال کشورمون رو تجربه کرده تیم سایپا و 20 دور حضور در لیگ برتر. واقعا الان جایگاهش اینجا سایپا؟ نه، به نظر من این خوب برمیگرده به مدیران قبلی هم که بودن. به یک باره شما نگاه کنید، اول فصل کل باشگاه عوض شد، تیم کلن 90-95% شاید 100% بازیکن‌ها عوض شدن، مدیر عامل عوض شد، سرمربی عوض شد و نیاز به زمان داشت و خب یک پروسه زمان بر بود که سایپا شرایط بهتری پیدا کنه. درست یک بازیکن رو با تجربه اومدیم، هفته های اول رو سپری کردیم بهتر شد، ولی تو یک شرایط بالاخره حالا افتی که قرار گرفتیم یک مقدار شرایط تغییر کرد، ولی رفته رفته میدونست که این شرایط خوب میشه. یکی از باز نکات خوبی که سایپا داره، بازیکنانی مثل حسن شوشتری محکمکار و یا حمید کاظمی اضافه شدن به این تیم. حسن شوشتری نجات داد بازی به نظر من، حسن شوشتری چون من باهاش کار کردم بازیکن بسیار تاثیرگذاری که
سیرجان بازی میکرد، رباتش پاره شد، خدا بنده خدا خیلی سختی کشید، اومد دوباره تو شرایط، رفت آرمانگوهر، رفت سپاهان و دوباره توی شرایط برگشت. بازیکن بسیار قابلی هستش که خط هافک رو در کنار عارف عیدی زاده رو اندازی کرد و کمک کرد به ساختار حمله تیم سایپا که شکل بهتری بگیره. خب تغییراتی که به نظر من به وجود اومد، ما داخل باشگاه دیگه نیستیم، نمیتونیم راجبش کامل صحبت بکنیم و دوستم ندارم من صحبت بکنم، ولی خب انتخابی که آقای حسین نسب توسط آقای حسینی پور انتخاب شد، اعتقادی که یک مدیر عامل به یک سرمربی داره به نظر من خیلی خوبه. اصلا ما کاری نداشته باشیم این مربی چقدر توانایی داره، اینی که مدیر عامل به یک نفر اعتقاد داشته باشه راندونو کاریش میره بالا. اعتقاد داره و اعتماد داره در کجای جدول، در اینکه هفته‌های پایانی یک تیم داره میاد برای لیگ برتر، یک مربی سابق خوب نتیجه گرفته و قطعاً خیلی انتظارات بیشتر میشه. بله من امیدوارم که حمایت‌ها اینطوری باشه، اشکال نداره. من فکر می‌کنم بالاخره مربی هر کسی از یک جایی باید شروع بکنه، ولی من فکر می‌کنم ریسک بزرگی هم هستش که تو این شرایط، خب رفتن آقای فکری و شرایطی که تیم سایپا داره، امیدوارم که تیم سایپا با این قدمتی که داره و با بازیکنان با کیفیتی که داره و باشگاه واقعاً اخلاقی هستش که به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه به فوتبال تهران که از اون شرایط در بیاد و فوتبال تهران رو صاحب یک تیم بکنه که در لیگ برتر بتونه به نظر من بازیکنان خیلی خوبی رو داشته باشه. تیم سایپا در مورد صحبت کردن یکی از تیمایی بود که امتیاز گرفت، اولین سالی که حضور امتیاز شهید عباسی رو گرفت، اومد در لیگ، اون موقع میگفتن لیگ 4، حالا ما سنمون که به اون موقع نمیرسه، ولی تاریخ رو که ورق میزنیم مطالعه میکنیم میبینیم که چه اتفاقی افتاده و رفته رفته بالا میاد و میاد 20 دوره در لیگ برتر فوتبال کشورمون حضور پیدا میکنه. اما نتایج هفته 28 لیگ آزادگان یک سری نتایجی بود که واقعا خیلی از علاقمندان رو شوکه کرد و این هیچ چیزی از ارزش‌های تیمایی که دارن سقوط میکنن کم نمیکنه. تلاششون کردن اما نتیجه نگرفتن. نتایج هفته 28 مای میرزایان مثل شهر بابک 1-0 آرمانگوهر سیرجان رو برد و آرمانگوهر سیرجان رفته رفته داره نزدیک میشه به یکی از تیمایی که میتونه سقوط کنه به لیگ دست دوم اگر حواسش نباشه در این چند هفته‌ای که باقی مونده. یعنی باید آقای قاسم شهبا خیلی تلاشش رو بیشتر کنه. البته خب بنده خدا بعضی موقع میگم یه مربی داره تلاشش رو میکنه، اما خب ببین یه سری چیزها هست که ما ازش بی اطلاع هستیم و ما نمیتونیم در موردشون قضاوت کنیم، ولی خب امیدواریم که تیمایی که واقعا حقشونه بمونن در لیگ آزادگان. فج شهید سپاسی شیراز مغلوب استقلال ملاستانی شد. استقلال ملاستانی با آقای اشک شروع کرد، با آقای عزیز فریساد ادامه داد و حالا اتفاقاتی که افتاد، 31 هفته نباخته بود از هفته 14 همه لیگ گذشته تا بازی که مقابل هفته 10 بود مقابل خیبر خرم آباد واگذار کرد، اونم بعد واگذار کرد، 4 تا گل خورد و اون اتفاقاتی که افتاد در اونجا. ولی میخوام بگم که باز هم آی فریساد تیم رو احیا کرد در هفته‌های پایینی، شاید به دردش بخوره این، حداقل تیم رو در لیگ آزادگان بتونه حفظ کنه این سه امتیازی که از شیراز به دست آورد. سایپا 0-0 شد با چوکای تالش. چوکای تالش یه گل زد آقای میرزایان. بله. خیلی‌ها گلایه داشتن. یه سری اتفاقات افتاد. قطعاً فکر کنم در مباحث داوریمون باشه و دوستان گذاشته باشن که حالا اگه باشه بهش می‌پردازیم چه اتفاقاتی افتاد و گل چوکای درست بود، مردود بود یا نه، در مورد صحبت خواهیم کرد. ون پارس نقش جهان 2-0 خلیج فارس بندر ماشهر رو شکست داد. صحبت کردیم. بله. در مورد آقای جهانگیری که اومد با این تیم شروع کرد و آموشتوا توتونی اومد و الان آقای علی اصغر کناتری که از مربیان با سابقه فوتبال کشورم هست، دوبار فرش شهید سپاسی شیراز رو از لیگ آزادگان به لیگ برتر آورد. کار بزرگیه آقای میرزایان. بله، شاید گفتنش راحت باشه اما خب کارش خیلی بزرگه. اما خب امیدواریم بتونه نتیجه بگیره با ون پارس و اون جابجایی مربیا که صحبت کردیم و مدیر عامل‌ها در موقعیت حساس. شهرداری آستارا 0-0 شد با خوش طلایی ساوه. محسن بنگرم خوب نتیجه گرفت و وعید بیات رو با خوش طلایی که در هفته‌های پایینی بهتر و بهتر دارن میشن. شهرداری همدان 0-0 شد با دریای کاسپیان بابل. پارس جنوبی جم 1-0 مغلوب چادر ملو اردکان یزد شد که در مورد چادر ملو ما هم صحبت کردیم. استقلال خوزستان در حساس ترین بازی هفته 28 که تقابل بین تیم اول جدول و دوم جدول بود موفق شد که تیم شمس‌آذر رو شکست بده. رحمان جعفری خشایار زبرجد رو داریم با همین شماره 8 استقلال خوزستان. رحمان هم که خب یکی از بازیکنان بسیار خوب و 17 گله است در تیم شمس‌آذر غزنی، یکی از بازیکنان تاثیرگذار بوده برای تیم. اگه موافق باشین با هم بریم حالا بازی رو ببینیم. بله. یه سری حواشی داره، حواشیش رو با هم ببینیم، برگردیم باز مفصل با شما صحبت خواهیم کرد. بفرمایید. We'll be right back.
به شما بینندگان عزیز برنامه فوتبال یک. در 28مین هفته از رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال باشگاه‌های کشور، استقلال خوزستان در دیداری حساس میزبان شمس‌آذر قزوینه. برنده این دیدار حساس و فینالگونه چه تیمی خواهد بود؟ ما از ملک سلیمان اومدیم با بچه‌ها به عشق تیمای خوزستانی، چون خوزستان مهد فوتبال ایرانه. اگه بخوای عددی بهمون بگی فکر می‌کنی چه نتیجه رقم بخوره امروز؟ والا با شرایطی که من ببینم، چون استقلال شمس‌آذر قزوین تیم، من فکر کنم نتیجه بازی یا 1-1 یا 2-1 تو این نتیجه فکر نکنم نتیجه زیاد اختلاف گل باشه، ولی خب چون دو تا تیم خودم فکر کنم اختلاف گل کمتر باشه، 1-1 یا 2-1 بشه بازی. به نفع چه تیم؟ استقلال خوزستان 100%. استقلال خوزستان تیم شهرمونه دیگه، تیم خوزستانه. من خودم طرفدار نفت مسجد سلیمانم، اومدم برای بازی استقلال خوزستان با حمایت‌های ما، ان شاءالله که بره بالا. انشالله ما امروز بازی رو میبریم. درست شمس‌آذر قزوین تیم اول جدوله، ولی استقلال بازیکنهای خوبی جذب کرده و انشالله امسال به لیگ برتر راه پیدا خواهیم کرد. یه چیزی از آقای سیروس پور موسوی میخوام. دوتا تیم خوزستانی تو لیگ برتر دارن میافتن، فقط این تیم استقلال خوزستان رو میخوان. خدا وکیلی بیارش لیگ برتر، فقط همین. زمین استقلالی ها فرود اومده. بهرامی توپ رو دور کرد، علی هلچی بلند پشت مدافعینه، خریف یه موقعیت، فرصت داره استقلال خوزستان توی دروازه، گل برای استقلال خوزستان توسط علی وزیرخانه به ثمر میرسه و دروازه شمس‌آذر در همین ابتدای مسابقه به همین راحتی روی اشتباه خط دفاعیشون باز میشه. استقلال خوزستان 1 شمس‌آذر قزوین 0. چه اشتباهی کردن مدافعین شمس‌آذر. یه پاس به سمت راست، یه ارسال به گوشه زمین، حرکت بازیکنان شمس‌آذر، یه موقعیت، فرصت برای شمس‌آذر قزوین. نسایی میتونه دروازه باز بشه و ضربه‌ای که نفسگیر از کنار دروازه استقلال خوزستان به بیرون رفت. دوباره میبرم به سمت راست زمین، یه سال گوشه محوطه جریمه، یه فرصت و اعلام ضربه پنالتی به سود شمس‌آذر قزوین. فکر میکنم توپ خورد به دست عبدالعظیم گوک. حرکت این بازیکن میزن زراشه و توی دروازه، گل مساوی شمس‌آذر قزوین توسط این بازیکن سرآبادانی به ثمر میرسه و همه چی به تساوی کشیده میشه. در زمین حریف در سمت راست حرکت جباری، پاس عالی برای رازانی، آفساید، اونجا در منطقه آفساید حضور داشت ایمان رازانی و آفساید این بازیکن از سوی کمک داور اولی مسابقه اعلام شده. خود ایمان در سمت چپ میره در محوطه جریمه، یه ارسال پشت منطقه شش قدم، ضربه سرش به شکلی خطرناک اونجا از کنار دروازه حریف به بیرون رفت. خشایار زبرجد رحمان یه پاس خوب به سمت راست گوشه محوطه جریمه، نعمتی، این ضربه از نعمتی و توپ رو دور کردن خط دفاعی استقلال خوزستان و در ریباند ضربه‌ای که اونجا از فضای بالای دروازه پورحمیدی همین چهره به بیرون رفت. یه سال بلند در محوطه جریمه، توی دروازه گل دوم استقلال خوزستان توسط فکر میکنم آقای پور به ثمر میرسه و تعویض طلایی سیروس پورموسوی جواب میده.
خوشحالی وصف‌ناپذیر هواداران استقلال خوزستان که ملاحظه می‌فرمایید. برد استقلال خوزستان رو تبریک می‌گیم. ماشاءالله سید سیروس، ماشاءالله. با اینکه تیم شمس‌آذر خب دیگه همه میدن تیم قدرتمندیه، ولی ما تونستیم با این هوادارا اینجا قدرت خودمون رو نشون بدیم و بتونیم تیم خوب شمس‌آذر رو ببریم و خوشحالم که تونستم زننده گل دوم و برتری تیمم باشم. واقعا حس خوبیه توی این بین این همه هوادار بتونیم که گل برتری تیممون رو بزنیم. از لحاظ تاکتیکی من اعتقاد دارم بجز اشتباهات فردی که بازیکنامون رو چند صحنه داشتن کاملا تیم غالب بازی بودیم. تو نیمه دوم فکر کنم بود تک موقعیت تیم حریف به گل رسید و ما یک بازی کاملا برتر و متاسفانه امروز دست دادیم. نیمه اول خیلی گل خیلی بد خوردیم، ولی با تلاش بازیکنان خوبم و کیفیت که ارائه دادن به گل رسیدیم، میتونستیم گل دوم حتی بزنیم. نیمه دوم کامل بازی یه طرفه بود، ولی تیم استقلال خوزستان روز ضد حمله برنامه داشتن. تو ضربات ایستگاهی هم فکر کنم توپی که جواد آقای پور گل زد داخل شش قدم اصلا گلر بعد این توپ جمع میکرد. در صورت روزی که اشتباه بکنی بعد تاوان بدی و ما این تاوان رو دادیم با باختی که امروز نصیبمون شد. اولا ما بعد اعتبارمون رو حفظ کنیم، دو شرافتمون رو فراموش نکنیم که وظیفه ای ماست با کیفیت ترین تیم دوم رو انشالله راهی لیگ در واقع برتر بکنیم. ولی خب دیگه از لحاظ انگیزشی بعد تلاشمون رو کنیم بیشتر، بچه ها انرژی و انگیزه داشته باشن. انشالله هم مالک محترم، هم مدیر عامل محترم، هم اعضای کادر فنی تمام تلاششون رو کنن که تا آخرین روز به بهترین شکل ادامه فعالیت بدیم. داوری بازی چطور؟ داوری که خبای زادی فر داوران خوب ما هستن، ولی فکر کنم دقیقاً اون صحنه ای که تیم حریف به گل رسید قبل از اون یه خطای محرز رو بازیکن ما نگرفت، همون تو برگشت شد کورنل و به گل رسیدن. یه بالاخره اینم جزء اشتباهات داوری، جزء فوتبال. انشالله که موفق باشیم. خدا رو شکر می‌کنیم، بازی خیلی سختی بود و با ارزش. خدا رو شکر می‌کنیم و من تو مسابقه قبلی هم گفتم این برد تقدیم کردم به خود بازیکن‌ها. واقعا 8-9 ماه زحمت کشیدن بازیکن‌های تیم، خانواده‌هاشون کنار هم بودن و این همدلی و صمیمیتی که در مجموعه باشگاه استقلال خوزستان است باعث این موفقیت شد. خدا رو شکر می‌کنیم. از هوادارمون هم تشکر می‌کنم که امروز واقعا از دقیقه 1 تا لحظه آخر تیم رو تشویق کردن. بازی خیلی خوبی بود، یه بازی بود در سطح من فکر می‌کنم لیگ برتر، کلاس لیگ برتر. هرچند ما نیمه اول مقدار بعد از گلی که زدیم بچه‌ها مقدار با استرس بازی کردن، نیمه دوم بازی پایاپای بود. بازی سختی بود، اما خب بران ما می‌دونیم هیچ چیز تموم نشده. ما 5 بازی سخت دیگه داریم و مثل امروز باید با تمام وجود با تمام انرژی ان شاءالله بازی کنیم. داوری خب آقای زادی که از داورای خوب کشورمونه، اما من فکر می‌کنم یه مقدار آخرش 50-50 داد بری و ما خب برای تاثیرگذار نبود. پنالت بود 100%، تصمیمش درست بود و بهش خسته نباشه دیگه. این بازی هم همونطور که عرض کردم یکی از حساس ترین بازی‌های هفته 28 و هفته‌ای که دیگه داره رفته رفته تموم میشه. حالا شمس‌آذر این چهارمین شکستش بود که تیم‌ها بهش تحمیل کردن. هفته ششم مقابل فجر بود که بازی رو واگذار کرد. هفته دهم مقابل خیبر خرم‌آباد بود. خیبر تیمای بسیار خوبی رو برد، تیمایی که نباخته بودن. هم هفته دهم شمس‌آذر رو شکست داد. هفته دوازدهم بود که نوار پیروزی استقلال ملاسانی رو پاره کرد با اون 4 تا گلی که زد. هفته 26م شمس‌آذر بازی خودش رو سوم شکستش بود مقابل سایپا که واگذار کرد. هفته 28م هم مقابل استقلال خوزستان چهارمین شکستش بود. اما اینو میگم که هیچ چیز از ارزش‌های تیم سعید دقیقی کم نمی‌کنه، چرا که این تیم یکی از هجومی‌ترین تیم‌های فوتبال کشورمون به حساب میاد. حتی در تاریخ حالا دیگه برتر هم اگه ورق بزنیم در این چند دوره‌ای که برگزار شده هیچ تیمی نداشتیم که اینقدر گل زده باشه. با توجه به گلایی که رد و بدل شده تقریبا اون 50 و حالا اون 3 تا گلی که در هفته 18م مقابل خوش طلایی، با توجه به اعلام رأی کمیته انضباطی، حضور پیدا نکردن خوش طلایی ساوه مقابل تیم شمس‌آذر و 3-0 شدن این بازی به نفع تیم شمس‌آذر، پس بازی برگزار نشد، گلی رد و بدل نشد. ما این رو به کنار میذاریم. با توجه به یه گلی که دیروز زد شمس‌آذر 51 گل به ثمر رسونده، اما بخوایم جدول رو نگاه کنیم تقریبا میشه 54 گل. ما 51 گل رو در نظر میگیریم، چیزی که در انجام شدن یک بازی در رد و بدل شدن گل ها اتفاق افتاده و این تیم تونسته 51 گل بزنه. وقتی تقسیم میکنیم این گل ها رو میبینیم که میانگین در هر بازی بیشتر از 2 گل زده های میرزایان و این بی سابقه است. خب من فکر میکنم به یک فاکتور مشخص و اصلی ترین فاکتور مشخص میتونیم اشاره بکنیم، سرعت.
در تیم شمس‌آذر سرعت حرف اول میزنه. سرعت بازی، سرعت انتقال، سرعت برگشت، سرعت بازیکنان و در نهایت سرعت تصمیم‌گیری مربی. و این به نظر من اولین فاکتوری هستش که در فوتبال روز دنیا به نظر من میتونه اثرات مثبت داشته باشه و شمس‌آذر این فاکتور رو از هفته اول لحاظ کرده. جناب خسروی سخت هستش. حدود مثلا 27 هفته صدر جدول باشی، همیشه میگن نوک قله بیشتر باد میوزه و تیم‌ها میان با یه شکل دیگه بازی میکنن. این به نظر من شایسته هستش که اونجا قرار گرفته، چون کنارشون من بازی کردم، بازیشون رو از نزدیک دیدم و تیم قابل احترام و قابل شخصیت به شایستگی صدر جدول گرفته. از اول هفته هم اول فصل هم خیلی خوب خطرشون کشید، 4 تا زد به خوش طلایی، 5 تا زد به پارت جنوبی. همه فکر میکردن الان تموم میشه، خود ما ولی ادامه دار. به نظر من تداوم خیلی مهمه که میتونه تاثیر آیه میزنه. عرض کردم خدمتتون بازیایی که در اول فصل هست واقعا تاثیرگذاره، یعنی هیچ مربی نباید بازیای اول فصل رو از دست بده که الان می‌بینیم به کمک تیم شمس‌آذر قزوین اومده در پایان. ما زود شروع کردن، فاکتور زود شروع کردن، زود برنامه‌ریزی و نقشه راه، این به نظر من خیلی مهم هستش. راجع به دو سه تا موضوع اگر فرصت باشه من صحبت بکنم. من می‌خوام در مورد مربیان لب خط صحبت کنیم. ببینید بحث مربیان، من فکر می‌کنم اون یک بدعت غلطیه و اگر واقعا محرومیت‌های زیاد و سنگین برای مربیان در نظر گرفته بشه، من میگم مربی که دانش داره لب خط داد و بیداد نمی‌کنه و باید مسئولین و ناظرین کمک بکنن که حداقل اگه مربیان با دانش کمتر بیشتر داد میزنه، تنش ها رو ببینیم. من دیشب داشتم باز ال کلاسیکو رو نگاه میکردم، انقدر نیمکت های دو تیم نزدیک به هم بود. اگر تو ایران اتفاق بیفته اینا، به نظر من یه اتفاق عجیب غریب میفته. با فاصله های دور همه حمله میکنن و واقعا مثلا اتفاقات عجیب میفته که به نظر تحت تاثیر قرار میده فوتبال. فوتبال لیگ یک سخت این لیگ ماست. ما با کارهامون امیدوارم سخت درش نکنیم و فضا رو مهیا بکنیم برای آرامش و کمتر تنش داشتن در فوتبال، که به نظر من این تمام اعضای فوتبال و ارکان فوتبال میتره که همه با هم همسو بشن. من خواهش میکنم مربیان مقتدا خیشتندار بشن. یه مطلب خیلی مهم هستش، نیمه مربیان هستش. جناب خسروی اینو راجعش باید صحبت که ما نیمه اول همیشه از دست میدیم، همیشه دست میدیم. نیمه دوم تازه میان مربیان تو 15 دقیقه 14 دقیقه راجع به نیمه اول که چی گذشت تعریف میکنن. این یکی از نکاتی هستش که مدیران عامل خواهش میکنم حتما روی موضوع که اصلا مربی رو میخوان به خدمت بگیرن نگاه بکنن. شما 4 دقیقه گذشته، اونو میتونه فردا بعد از بازی هم صحبت بکنی، فقط باید 2-3 دقیقه گوشزد بکنی بپردازی به نیمه دوم. ولی ما میبینیم تو نیمه ها این اتفاق نمیفته. نیمه اول رو واسه بازیکن تعریف میکنی، 1 دقیقه مونده بازیکن دوباره نمیدونه نیمه دوم میخواد چیکار بکنه. و برای همینه که میایم میبینیم نیمه مربیان همون اتفاق، به طور مثال سمت چپ یه تیم ضعیف بوده، همون دوباره ادامه داره میده. این خیلی مهم هستش که میتونه تاثیرگذار باشه. نکته آخر اگه فرصت باشه من بگم خیلی کوتاه است، این بازی بدون توپ استقلال خوزستان اون 88 دقیقه که شما میتونی فوتبال 2 دقیقه لمس توپ و تاچ دارن، توی استقلال خوزستان و خصوصا شمس‌آذر بازیکنان بدون توپشون که زمانی که یه توپ داره اینا آپشنای زیادی داره، به خاطر اینکه بازیکنان بدون توپشون زیاد حرکت دارن. دقیقاً همینه. حالا بازیکنانی که بدون توپ بازی میکنن چقدر میتونن خلق موقعیت کنن برای حالا یار خودی که بتونن فضاها رو باز کنن و تیم حالا بازیکن خودی خودشون رو صاحب موقعیت کنن. ممنونم از شما میرزا، ان شاءالله ما هفته آینده مفصل در خدمت شما خواهیم بود. این هفته پرداختیم به تیمایی که در صدر جدول قرار دارن و از مدعیای سقوط هستن. هفته آینده با این میرزا میپردازیم به تیمایی که مدعی سقوط هستن، مدعی سقوط و حالا میگم امیدوارم اون تیمی که حقش نیست سقوط کنه، اون تیمی که حقش هست بمونه. همه چی مشخص میشه در پایان و حالا خیلی از مربیان و خیلی از کارشناسان فوتبال میگن آقا تیمی که پول نداره باید بره، قطعا باز فصل بعدم به مشکل میخوره. شهر خودمون اتفاقی که افتاد، اومد هفته نهم خدافظی کرد و رفت و اون اتفاقات تلخی که ما شاهدش بودیم و جدول کلا به هم زد. الان هر تیم هر یک هفته هر کدومشون بعد یه هفته استراحت کنن و جدول رو کامل به هم ریخته. حالا در مورد خیلی از مربیانی که با هم صحبت کردیم، پله به پله با هم جلو رفتیم، ان شاء الله هفته آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خواهش من خسته نباشید میگم به شما، برنامه خوبتون. خسته نباشیدم میگم به تمام مربیان لیگی که تو یک لیگ فرسایشی و سخت دارن کار میکنن. امیدوارم بتونن با این سختی کار اون آرامششون رو حفظ بکنن که انشالله فوتبال یک بهتر بشه. زنده باشین ان شاء الله. با این میرزاییان خداحافظی میکنیم، بریم سراغ خلاصه بازی سایپا و چوکا. عجب بازی بود و چی گذشت بر این بازی و قطعا من دیدم که در مباحث داوریمون هم هست و بهش میپردازیم. این فوتبال رو با هم ببینیم.
در اختیار بازیکنان سایپا هستش. خالی قفر یه پاس رو میده، موقعیت بر بازیکن سایپا، یه پاس رو به بیرون و دروازه‌بان چوکا توپ از روی خط در میاره. پاس هم بازیکن سایپا روی یک موقعیت کورنر به شکل پاس رو به بیرون، فرصت دارن بازیکن سایپا، یه شوت از راه دور که توپ از بالای دروازه چوکا راهی اوت میشه. باز هم کورنر برای سایپا، یه ارسال دیگه، یه فرصت، ضربه سر از روی خط، توپو در میاره دروازه‌بان سایپا و توپ دوم هم وارد دروازه نمیشه، تلس شده دروازه چوکا. باز هم بازیکن سایپا موقعیت دارن دروازه رو باز کنن، یه شوت زمینیه دیگه که این توپ هم وارد دروازه نمیشه. حالا موقعیت چوکار، یک ضربه کورنر، یه ارسال بلند و ضربه سری که از بالای دروازه راهی اوت میشه. حالا بازیکن چوکا یه توپگیری، ادامه کار، یه فرصت، ببینیم چیکار میکنه از کنار خط، یه برخورده که اونجا داور خطا اعلام نمیکنه، همچنان بازی ادامه داره، فرصت برای بازیکن چوکا و توی دروازه، گل برای تیم چوکا. حالا این تیم چوکا است که دروازه سایپا رو باز میکنه و یک بر صفر جلو میفته. چوکایی که برای فرار از سقوط میجنگه، اونجا داور چهارم ظاهرن گل رو رد کرده، داور هم تصمیم داور چهارم رو تایید کرده، بازیکنان دو تیم اونجا جمع شدن ببینیم چه اتفاقی افتاد. اونجا داور گل رو رد کرد، حالا ریختن سر داور چهارم، بازیکنان تیم چوکا اعتراض دارن به این تصمیم، داور چهارم بود که گل رو رد کرد، ولش نمیکنن داور چهارم رو. اونجا داره درگیری هم شکل میگیره، خود داور کارت قرمز هم دستش، خود داور میاد اونجا از نیمکت تیم چوکا رو از داور چهارم دور میکنه. چه اتفاقاتی افتاد در ورزشگاه دستگردی؟ گل رو رد کرد. ببینیم صحنه آستر، اینجا بازیکن چوکا رد شد، یه تنه به تنه معمولی به نظر میومد، حرکت هم ادامه پیدا کرد، داور هم خطا نگرفت، در ادامه گل چوکا به این ترتیب و به این زیبایی به ثمر رسید، اما داور چهارم گل رو رد کرد تا بازی بدون گل باشه. هنوز که هنوزه بازیکن چوکا راضی نشدن به کار ادامه بدن و بعد 15 دقیقه وقت اضافه برای این دیدار، آخرین تلاش‌های دو تیم، بازیکن چوکا نجفی همچنان توپ در اختیار داره، یه ارسال داخل محوطه جریمه، یه ضربه سر و توپ درست جایی میره که دروازه‌بان چوکا حضور داره، بدون گل مساوی. همینجوری که دیدید بازی بازی سختی بود، تیم سایپا برای سقوط داره میجنگه و تیم ما برای اینکه سقوط نکنه. خب بالاخره ما یه اتفاقاتی افتاد که این تیمو قبول کردیم. دوستان بچه‌ها مالک صحبتی که کردیم، چون من رفته بودم و واقعا نمیخواستم بیام، تو عید بچه‌ها دیگه صحبت کردن، ما هم برگشتیم، چون تعطیل بودن و تمرین نکرده بودن به خاطر اینکه یه ذره پولاشون رو نگرفته بودن، تمرین نکردن، بازی قبل نتونستیم اون بازی که دوست داشته باشیم و انجام بدیم. ما بردیم. شما اگه نگاه کنید گل ما هیچ مشکلی نداشت. نمیدونم چه اتفاقی افتاد که گل ما رو مردود کرد. صحنه گل رو من میگم کارشناسا نظر بدن، ولی به نظر من اصلا هیچ خطایی نبود. دفاع حریف اومد خطا کنه رو من، من ردش کردم، همین اصلا، یعنی 1% هم فکر نکنم. شما دستتون روی بدنش نبود؟ نه دفاع اومد تنه بزنه به من، خطا کنه، من ردش کردم، همین اصلا به نظر من که خطایی نبود. حالا باز کارشناسا ببینن نظر بدن، ولی به نظر من اگه وی آر اومده تو ایران به ما بگن، ما بدونیم قانون جدید داور چهارم از بیرون میاد میگه که آقا بعد از 5 دقیقه میاد میگه که توپ گل نبود. بیاید کمک کنید به این بازیکن، این بازیکن گناه داره، این بازیکن زن و بچه داره، خانواده داره، بیاید کمک کنید. واقعا من این قول رو به شما میدم جلوی این دوربینتون، اگر پول تزریق کنن به این تیم، من قول میدم این تیم تو لیگ میمونه با همین 6 تا بازی که مونده. من امیدوارم که تیم چوکا بازی‌های آینده‌ش هم به همین نحو بیاد بازی کنه. اگه بازی داره با استقلال خوزستان یا بقیه تیم‌ها، بره همین بازی که با ما انجام داده رو انجام بده. من اگه فکر میکنم که چوکا از اول فصل اینجوری بازی میکرد که الان جزو 4-5 تا تیم بالا بود، خیلی دونده بودن. اصلا من نمیدونم حالا اتفاقاتی که افتاده، بالاخره یه جریاناتی بوده که اینا اینجوری اومدن بازی کردن، باید هم اینجوری بازی کنن، ولی نه فقط این بازی رو، الان بقیه بازیاشون هم برن همینجوری مردونه بازی کنن، ایرادی نداره. تیم بالاخره تالش یه تیمی رو میخواد که تو لیگ بمونه دیگه،
و اگه از اول اینجوری بازی میکردن اینقدر انگیزه داشتن جلوی سایپا، حالا نمیدونم داستانشون چی بوده، ولی خب بقیه بازیاشون هم امیدوارم که همینجوری برن وایسن بازی کنن. با این بازی به این مهمی آخه خب یه داور درست درمون بذاریم که کار در بیاد دیگه. حداقل دو تا تیم ناراحت بودن از داوری، حالا بیشتر که ما ضرر کردیم، حالا اون تیم ناراحت. بله خدا قوت میگم به همه همکاران بسیار خوبم در پخش شبکه ورزش. بازی رو با هم دیدیم، بازی سایپا و چوکا، بازی که اصلا انتظار نداشتیم این حواشی رو ببینیم. ما بازی قبل هفته 27 هم حالا اون اتفاقاتی که افتاد بازی شمس‌آذر و خیلی بر خرم آباد، اون درگیری ها، اون کارتایی که داور میداد به هر دو نیمکت واقعا اصلا خوب نیست، دیبنده فوتبال کشورمون نیست و صحنه‌ای است که اصلا آدم دلش میخواد تلویزیون رو خاموش کنه اون لحظه. این درگیری های فوتبالی رو که داره میبینه بین دو تا نیمکت ارزش نداره بازی. و یک سری اتفاقات افتاد در این بازی. خیلی از مربیان الان به من پیام دادن که واقعا صحنه‌ای که تو ورزشگاه بودن دیروز دیدن خیلی ناراحت شدن از این اتفاقات. امیدواریم که دیگه شاید چنین اتفاقاتی در فوتبال کشورمون نباشیم. و همونطوری که عرض کردم، اگه میگیم یه مربی لب خط داره، اگه میگیم یه مربی میتونه کار رو در بیاره، این باشه که قبل از تمرین، حالا خیلی از مربیان میگن آقا روز تمرین گریه، روز بازی خنده، تو روز تمرین حرفشو به بازیکنش زده باشه و اینجوری کار رو در بیاره، ولی با سکوت بشینه روی نیمکت و یه جایی که نیازه به مربیش بگه بره لب خط صحبت کنه، یا یه جایی هم که خودش دید واقعا نیاز هست خودش بره لب خط، بره با بازیکنش صحبت کنه که شاید این اتفاقات نباشیم. درگیری، هر کس میاد یه داد، اون میاد یه بیدادی میکنه، این با مش میزنه تو سینه اون یکی، واقعا اصلا خوب نبود. یکی از این بازیایی بود که خیلی ها ناراحت شدن از دیدن حتی این بازی و اون شرایطی که در این بازی به وجود اومد. اما در کنار ما آقای علیرضا یزدانی عزیز هست، از کارشناسان خوب داوری فوتبال کشورمون، قراره که صحبت کنیم در مورد مباحث داوری و خیلی از تیم‌ها شاید دوست داشته باشن الان ببینن که چه اتفاقی داره برای تیمشون افتاده، آیا اون گلی که زدن آفساید بوده نبوده، خطا بوده نبوده. با آقای علیرضا یزدانی قطعاً در مورد صحبت کرد. آقای یزدانی سلام، خدا قوت، ولادت امام حسن هم تبریک عرض می‌کنم خدمت. متشکرم، عرض ادب و سلام دارم خدمت همه دوستان، جناب عالی، همکاران محترم شما و همچنین بینندگان بسیار گرانقدر برنامه فوتبال یک. و همچنین اجازه بفرمایید عرض تبریک رو داشته باشم به مناسبت فرا رسیدن سال نو، حلول ماه مبارک رمضان و همچنین تولد و میلاد مبارکی که امام حسن مشتبه هستش. زنده باشید انشاءالله. آقای یزدانی چون اگه موافق باشید ما همراه با دوستان بریم سراغ داوری. بله. اون وقت بله. پایانی رو میپرزیم اون اتفاقاتی که افتاده. بله. بریم سراغ داوری آرمان گوهر و دریا کاسپیان بابل. رفته با هم صحبت خواهیم کرد. خب اول یه کاری کنیم، اول بریم سراغ سایپا و چادر ملو، اینو ببینیم. بله. چون یکی از بازی حساس بله. بود. بله. اینو با هم ببینیم، بعد بریم سراغ بازی بعدی. چادر ملو و سایپا، آیه زمانی بودن، آیه نادری، آیه یعقوبی، آیه موسوی، کوبل داوری این بازی. بریم سراغ حساس ها، اول شروع کنیم با هم رفته رفته جلو بیایم صحنه به صحنه. خطا بود یا نبود؟ نه به نظر نمیاد تو این تصویر خطا اتفاق افتاده باشه. اینجا شارژ نکرد. نه اصلا آقای، ادامه بازی میتونست ببینید، این اومد سر بزنه. نه آقای، چون از عقب هم اصلا کلا اصلا داره میاد، اصلا مدافع کاری نداره، مدافع داره میاد اونم تلاش کنه، شاید موقع چرخیدن فکر کنید که این هولش داده. بله. اصلا اتفاقی نیفتادش. درست بود اینجا تصمیم داور. خودش تعادلش رو هوا بود و به هم خورد. ادامه بازی درست بودش. این صحنه رو با هم ببینیم. اینجا اعتقاد داشت که توپ به دست خورد. آیا چنین اتفاقی افتاد؟ توپ به دست بازیکن سایپا خورد. من اگه اجازه بفرمایید چون فاصله هم کم بود تو اونجا، باید ببینیم که اینجا نه به سینه دست حجم نداشت اصلا. درسته. اصلا غیر از اون ببینید چسبیده فضا ایجاد نمیکنه، ادامه بازی کاملا دو زرنگی کرد، دفاع دستشو جمع کرد. نه اصلا خطای هند اتفاق نیفتاد. نه اصلا. صحنه بعدی اینجا حرکت کردن. نه اعتقاد داشتن که قبل از اون کورنر اینجا این صحنه قبلی. این صحنه قبلیه. اعتقاد داشتن که اینجا خطای پنالتی صورت گرفته. ببینیم اینجا میگن توپ به دست خورد، آیا چنین چیزی بود یا نه. و اون با
بازیکن چادر ملو که افتاد میگین پامو هم زده نذاشته پامو بیارم بالا. ببینید این تصویر که چیزی رو نشون نمیده توپ به دست خورده. اینجا پاشو نزد. پا نه 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 توپ رو داره میزنه. بازیکن سایپا جناب آقای خسروی توپو که داره میزنه اونم رو توپ سوار نمیشه. پس اینجا هم باز تصمیم داور درست. درسته. پرس شدید سایپا ببینه اینجا بی ملاحظگی بازیکن سایپا اومد بعد اختار گرفت بعد اختار دومش هم اختار دومش هم بوده پس بعد بی ملاحظگی که اصلا بدون توجه به اینکه به این بازیکن داره آسیب میرسونه حرکتی رو انجام داد که باز پاشم جمع کرد ولی رفت دیگه برای زدن آیه بله بله ببینین بعد اصلا قشنگ بی ملاحظگی انجام داد و باید حتما اختار رو دریافت میکرد. کارت زرد درست بود یا قرمز مستقیم؟ 100% نه نه قرمز نیست. بریم استقلال خوزستان، داوری استقلال خوزستان و بنپارس رو با هم ببینیم. این بازی هم که از اون نکات بازی مهم و نکات کلید زیاد داره داوری این بازی. استقلال خوزستان بنپارس، آقای امینی قاضی میدان هست، آقای گنجخانی، آقای مصطفی، آقای خودبندلو هم کمک میکنن آقای امینی رو در این بازی. آقای امینی ششمین قضاوتشه داره تو این بازی انجام میده. بله. این صحنه. نه ادامه این جواد بازی. آقای پور خطا بود یا نبود؟ ادامه بازی جناب آقای. ببینیم اصلا اینجا. نه نه نه. نه نه یه برخورد فوتبالی بود اصلا خطا. تنه به تنه خودمون ها. بله یه اصطلاح بین ماست اما برخورد متداول در فوتباله. اینا تو فوتبال اتفاق میفته اصلا. فکر کنم آره 8 بازیکن آبی اینجا پنال خطا رو گرفت از داور. داور نزدیک به صحنه بود امینی هست. ببینید این خطا نیست. من با احترامی که به نظر داور قائل هستم خطا نیست. خشیر زبرجد پنالتی نبود. ادامه بازی اعلام پنالتی کرد اون پنالتی هم تو گل رفت. بله متاسفانه عرض میکنم من خطا دیدم اما اولش هم من گفتم ادامه بازی دست حالا شاید اگه پنالتی نمیگرفت شاید اتفاق دیگه میافتاد. بازی 1-0 میشد. من ببینید رو جسارتاً رو نتایج نمیتونم آره. چیز کنم. من عرض میکنم میگم بالاخره بازی 1-0 بود شاید 1-1 میشد شاید اصلا ونپارس میشد شاید نه سه تا دیگه باز ونپارس میخورد. اینو دارم میگه. بازی سایپا و چوکار رو داریم با هم میبینیم. آقای جنگی قاضی این مسابقه هستن. این صحنه رو ببینیم. اینجا توپو برداشت. خیلی صحنه حساس. ببینید اینجا بازیکن آبی همین بازیکن با دست راستش بله با دست راستش داره گردن بازیکن نارنجی رو داره میزنه یا به عنوان گرفته. اینجا داور خودش اگر جایگیری صحیح داشت قطعا خطا رو میدید. نیاز به صحنه داشته باشیم اینجا. بله. داور چهارم بهش نزدیک میشه یواش میگه که من صحنه رو دیدم و صحنه خطا بود. نزدیک بود دیگه به خط داور چهارم. اگر تصویر رو مجدد ببینید جناب آقای خسروی حواشیش رو با هم ببینیم بعد ببینیم جلو در مورد تصویر هم با هم اصلا حواشیش واقعا دور از اون شرایط فوتبالمون که تو آسیا هستش واقعا باعث تأسفه. عرض کردم این همه کادر فنی کارت گرفتن شاید یکی از چیزایی که کارت گرفتن ببینید الان یکی اون سرمه‌ای دو تا اصلا قانون میگه با این اطرافیان تیم گروه فنی به عنوان اعتراض میان داخل زمین باید اخراج بشن. اینجا توپ ربایی شد ببین توپ رو گرفتن اینجا خطا بود یا نبود اول این خطا بود
این توپ گرفتن خطا بود از بازیکن سایپا؟ بله، پای چپ بازیکن چوکا داره نارنجی رو میزنه. اصلا مهم نیست که این اتفاق خطا باعث بشه. ببینید اینجا دست راست بازیکن داره نارنجی رو میزنه. ببینید دستش، بله، انداخت رو گردن، دست راستش داره خطا اتفاق میفته. ضمن اینکه اون خطا اتفاق افتاد، ما نمیتونیم بگیم اگر اون خطا بود اون گل اون خطایی که ناشی از همون خطا باعث بشه گل بشه. این اینجا هم خطا اتفاق گل... افتاد. بله، خطا بود. بله. حالا یه سری حالا صحنه‌ای هم که دیدیم واقعا صحنه‌ای جالبی نبود، درگیریایی که بود و اتفاقاتی که افتاد، قرار با هم صحبت کنیم. بله. در مورد کارتایی که داده بله. شده بفرمایید، در خدمت شما. من جسارتم ببینید الان این اتفاقات رو دیدیم، یه بخشی از فوتبال کشورمونه. وقتی که ما شرایط رو داره میسنجیم، من یه بررسی تو لیگ برتر می‌کنم، یه ذره می‌خوام که اسم تیمو نبرم، 92 تا کارت زرد و قرمز گرفته، 29 تاش برای کادر فنی و اطرافیان تیمی که منتسب به تیمه. اینجا هم شما ملاحظه فرمودید بازیکن اون اطرافیان تیم داره به عنوان اعتراض داخل زمینن، قانون میگه مستقیما اخراج افرادی که منتسب به تیم و شرایطی دارن که داخل شدن. یه عده بازیکنان دیدم تو سینه داور داره میزنن، من بازی رو چون بله. دیدم اینا همه اتفاقاتیه که منجر به اخراج مستقیم داره. ما اگر رکن قضاییمون کمیته داورانمون این فیلم‌ها رو ارجاع بدن به کمیته انضباطی برخوردهای لازم بشه متناسب با تخلفاتی که صورت گرفته، ما اتفاقات رو شاهد نخواهیم بود. آقای یزدانی، نکته داشتیم بله. که در یکی از تیم‌ها، حالا من اسمشو نمیبرم، در روی نیمکتش دوستش آورده نشونده روی نیمکت و اصلا ناظر بازی نیومده بگه آقا این کسی که روی نیمکت در لیگ یک در همین امسال این باز این شخصی که اومده نشسته روی نیمکت آقا کیه، این مربیه؟ من اجازه میخوام شما لیگ یک رو فرمودید، تو همین هفته گذشته من اینو نام میبرم تا مسئولین محترم فدراسیون پیگیری کنن این قضیه. در بازی سپاهان نفت آبادان در انتهای بازی که تمام میشه، یکی از رو نیمکت نفت آبادان هجوم میاره و داورا رو میخواسته ضرب و شتم انجام بده. بعد از اینکه در داخل رختکن میشن میخوان گزارش تهیه کنن، میبینن فردی که در کنار اونها در نیمکت نشسته بدون هویت هست، یعنی هیچ نوع انتصابی توی لیست به تیم نداره. مگه نباید ناظر چک کنه؟ خدا همین رو عرض میکنم، میگم ما همه چیزمون بود پنج ستاره باشه، ببخشید من داره به شما قوانینمون، دیگه برترمون، حرفه‌گریمون، تمام نظارتامون، مدیریت اجرایی بازیمون، داورامون، مدیریتمون. ما دیشب ال کلاسیکو رو دیدیم، شما دیدید بازی بلی. تو اون ساعت با تو اون آرامش، از همه مهمتر ما نمیگیم اینا رو، فولاد تیم کشورمون اینجا قبل از این اعتراضاتی حاشیه‌اش بود، شما وقتی میره تو آسیا میبینید یه اعتراض نمیکنه. این نشون میده که تعارف ندارن اونا. این نشون میده ما الان برای این اختارایی که داده میشه در ایران هیچ نوع جریمه مادی در نظر گرفته نمیشه بابت هر اختار. من نمیگم 5 تا تیمو بیان جریمه میکنن بتونه، هر اختاری که در بازیای فیفا و اف سی برگزار میشه جریمه داره، هر اخراج جریمه داره. ما زمانی بیایم الگو برداری کنیم از این قضایا، مطمئنا این شرایط کاسته میشه، مخصوصا کادر فنی هر دو تا تیم. بله، من همین الان مثال زدم، 92 تا 29 تا، شما حساب کنید یعنی 30% از 35% از کارتا اطرافیان تیم گرفتن، نشون میده ایجاد تشنج در داخل زمین باعثش هم اطرافیان تیمن که منتسب به تیم هستن. این میتونه تاثیرگذار باشه حتی بله. تو تیمی که داخل زمین هست و داره بازی میکنه. و یه نکته دیگه هایی بله. از این اونم اینه که حالا ما صحبت کردیم در مورد مربیان که دارن کارت بله. میگیرن، آیا داور چهارم، چقدر دوستان تایم داریم؟ 30 ثانیه تایم داریم، حالا انشاءالله بله. هفته آینده مفصل صحبت میکنیم بله. در مورد مربی ها و خیلی از اتفاقات دیگه که افتاده. با شما خداحافظی میکنیم. نه خواهش میکنم، من یه بحثی رو داشتم، حالا انشاءالله در 30 ثانیه من در خدمتون آره هستم، مفصل صحبت خواهیم کرد. انشاءالله ما هفته آینده در مورد داوری هفته 28 میکمون مفصل صحبت خواهیم کرد. عیدتون مبارک باشه یک بار دیگه، ولادت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت رو خدمت همه شما مسلمین جهان تبریک و شادباش عرض میکنم. انشاءالله هفته آینده پر انرژی با فوتبال لیگ از شبکه ورزش در خدمت شما خواهیم بود.